هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش یرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن، لحظاتی پیش من در کانال تلگرام خودم یه فرکانسی رو براتون گذاشتم، یه عکسه که عکس چند تا کانالم روشه. الان اینو اجازه بدید بیارم. شما عکس چند تا کانال رو، کانال تلویزیونی رو مثل آریان تی وی همچین اسمی داره، سی بی اس مال آذربایجان، یمن تی وی به اصطلاح تلویزیون و مدیا هابر همچین چیزی. به هر حال یه چند تا فرکانس تلویزیونه که من یه فرکانسی رو الان بهتون میگم، 11296 11296 هوریزنتال اچ. عرض کنم این همون 27500 11296 هوریزنتال و 27500. اینو امتحان کنید، ایران آریایی روش نیستا، اینو امتحان کنید.
اگر این تلویزیونایی که من بهتون گفتم، یمن و نمیدونم آذربایجان و همینایی که بهتون گفتم، اگر دیدید کیفیتش خوبه و اینا، خبرشو به من تو تلگرام بدید یا زنگ بزنید به تلویزیون ایران آریایی که جناب وطنخواه به هر حال با هزار یه مشکلات موفق شدن این هاتبرد رو راضی بکنن که آقا این فرکانسی که شما به ما دادید بعد در ایران خیلی مشکلات به وجود آورده، تا اینا این فرکانسی که الان ما داریم میبینیم، شما ها میگید ما مشکل داریم، اینو از بین ببرن، این فرکانسی که من بهتون گفتم اینو بیارن، که من شخصا فکر میکنم که مشکل حل بشه. این 27500 و این 11000 و فلان، این همچین مال خودمونه، مال اون طرفه. بچه‌هایی که الان این حرفو شنیدید، لطف و محبت بفرمایید این تیکر رو ضبط بکنید، یا اون عکسی که من گذاشتم، اون نوشته‌ای که من گذاشتم تو کانال، که اینجا براتون توضیح دادم تو کانال تلگرام خودم، نوشتم که توجه هم میهنان گرامی، لطفاً این فرکانس رو امتحان کنید و در کانال تلگرام به من خبر دهید که آیا این چند کانال رو، همینا که اسمش آوردم، در این فرکانس قابل دیدن است و یا خیر. اگر این فرکانس ها در ایران خوب کار کند، فرکانس جدید تلویزیون ایران آریایی خواهد شد. ایران آریایی نیستا، خب گیج بازی در نیارید. امیدوارم که مشکل هر چه زودتر حل بشه و فلان اینا. به هر حال اینو خبرشو به ما بدید که آقا بله، ما این تلویزیون ها یمن و نمیدونم آذربایجان و حسن آقا و حسین آقا رو ما میتونیم ببینیم، که ما بگیم آقا آره همین خوبه و حالا قضیه رو بکنیم و از شر این جریان این نمیشه دید نمیشه دید بیرون بیایم. ولی یه اشکالی هم این وسط هست، یعنی یه اشتباهی هم هست، و اونم این هستش که ای کاش شما در طی این 3-4 ماهی که آقای وطنخواه فرکانس جدید رو اعلام کردن، این فرکانس رو امتحان می‌کردید. ما 4 ماه فرصت داشتیم، شما تنبلی کردید وایسادید رو اون فرکانس قدیمیه، ازش بگانم دیگه خربوزره بیار عمه خانوم، ملت تن پرور. همون موقع که آقای وطنخواه اعلام کرد، من آدم خنگی که اصلا توی این کارا وارد نیستم، تلفن زدم به دوست آلمانی روسی فرانسویم، گفتم کمک کن، گفت اینو بزن اونو بزن، با کمک اون، یعنی بازم باید این کارو بکنم، من بلد نیستم، دست نمیزنم به این چیزا، بلد نیستم، نه علاقه دارم نه اینکه هوش و حافظه درست دارم. وقتی هم یه بار بگن اینو به فارسی مینویسم که اول اینو باید بزنم، دوم اینو باید بزنم که مزاحم مردم نشم. حالا یه بار گفت، من اینا رو نوشتم زدم، فرکانس اومد دیگه، اون قدیمیارم پاک کردم، با اون کاری ندارم. البته میبخشید من چه آدم با نظم و انضباطی ام، عذر میخوام به شما ملت بی نظم و انضباط دارم، میگم نظم و انضباط داشته باشید، خیلی میبخشید، معذرت میخوام. بله، به هر حال اگه اونو پاک کرده بودین کار به جا نمیکشید. حالا از الان برید این امتحان بکنید، جوابشو به ما بدی، ما این رو حل و فصلش بکنیم. این از این. همینان عزیز لطف و محبت بفرمایید، زنگ بزنید مثل همیشه، تلفن بزنید خانه خودتون رو، ایران آریایی رو، تنها سنگر باقی مانده رو کمک کنید. که من حقیقت بگم میدونستم خب خیلی این تلویزیون ایران آریایی رو، سنگر رو تو ایران نگاه میکنم، ولی وجدانن دروغ، چرا محل دروغ نیستم، ابعادشو به این وسعت نمیدونستم. انقدر برای من پیام اومده از اینستاگرام که هیچی، من هیچ وقت اونجا رو نگاه نمیکنم، اگه میام مینویسم، ما هم میگیم آقا من نمیخونم پیام های شما رو تو اینستاگرام، نمیتونم، ببخشید. به من اونجا خبر میده آقا این را شده 80 تا 90 تا، هر دفعه از 80 90 تا بیشتر میشه، من میرم یه دو تا دکمه است میزنم که اون پیام های شما دایرکت میگین چی میگین، مثلا بلدم نیستم، میرم اونا رو پاک میکنم، پیام ندید، من نمیخونم، ببخشید. این تلگرامم به زور و دیگه تلق تلق دارم میبرم جلو. به هر حال خدمتتون عرض کنم که من تازه متوجه شدم، یعنی جدا، که خدا رو صد هزار مرتبه شکر خیلی ایران آریایی بیننده داره. نه میخوام جنبه تبلیغ بگم، حالا مثلا الان 80 میلیون ببینن یا 8 نفر ببینن، پولی که دوشی ما نمیاد اثری بر ما نداره، ولی خوشبختانه جای خودش رو ایران آریایی باز کرده تو دل مردم ایران، به کوری چشم دشمنان، و خیلی پیام اومده. من مثلا از هر 10 تا 2 تا 3 تا شد تونستم، خب فرصت نمی کنم بفرستم برای جناب وطنخواه، اونایی که دیگه کاملا توضیح داده شده با فیلم با ویدیو عکس قشنگ مشخصه، بعد نوشته من از شیرازم، از اصفهانم، من از سنندجم، من از نمیدونم سقزم، تبریزم، اینا توضیح داده شده، من اینا فرستم. من اگه بخوام بقیه بفرستم دیگه
خیلی زیاده. بعدش خب جناب وطنخواه یه مقداری سند میخواستن دیگه، خب متوجه شدن آقا اینطوریه، و به هاتبردم گفتیم، هاتبردم گفته که باش حالا تا ما بتونیم این جریان رو ردیف بکنیم. این از این موضوع. حالا بریم و کارمون رو آغاز کنیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که این دنیا همینطوری که چهارشنبه عرض کردم یه حساب و کتابی داره، البته حساب و کتابی که نه ما منفعتی از این حساب و کتاب داشته باشیم، این حساب و کتاب برای خودشون، خودشون از این حساب و کتاب منفعت داره. ما اگر بخوایم حالا هر کشوری، اسمشو بذار ایران، بذار ژاپن، بذار مصر، بگو آفریقا، بگو برزیل، بگو آلمان، فرقونه هر کشوری کوچیک و بزرگ، کسی بخواد تو این دنیا زندگی بکنه و دوچار مشکلات خمینیسم و هیتلریسم و کمونیست و سوسیالیست و این مزخرفات، این اراذل و اوباش جنایتکار آدمکش نشه، نیان ویتنامشو بمبارون بکنن، کامبوج رو دیوونه رو به جون مردم نندازن، 3 میلیون رو سر برید، مملکت دست این یارو بی پدر مادر گاومیش، دور از جون گاومیش تو کره شمالی دست اون نیفته که ملتش علف بخوره مثل بوز، مملکت دست این آخوندان نیفته ملت اینجوری تو وضعیت زندگی کنه، طوفان شن بچه‌ها دیروز با دوربین حلقم پر شن شد، بلاغا حلقم پر شن شد. خب اگه ما بخوایم که به این مرحله نرسیم، حلقمون پر شن نشه، بچه هامون نبرن تو زندان بهشون تجاوز نکنن، تو سر صورت دخترامون اسید نپاشن و جامعه صبح بلند شه بره سر کار زندگیش، بچه بره سر مدرسهش، دانشجو بره سر دانشگاهش، مرد خونه باشه بره سر زمین، سر محل کارش، بره تو ارتش کار خودشو بکنه، پلیس کار خودشو بکنه، همه چی سر جاش باشه، ورزشکار تکلیفش مشخص باشه، ورزشکار خوبی باشه، میاد تیم ملی، حقوق میگیره، پول میگیره، کم بوده کفش و لباس و شورت و شلوار نداره، تحویلش میگیرن تو جامعه، هنرمند جایگاهش مشخصه، هر کی سر جای خودشه و آخر هفته هم یه مهمونی، هر کی میره یه جا برای خودش، یه سرگرمی داره، مهمونی داره، لبی تر میکنه، گلویی تر میکنه، این کل زندگی اینه دیگه، سیاست مدارم اون کل زندگی، حالا یه همیشه یه دزدی هم هست، یه بخور بخوری همیشه اون بالا هست، ولی در نهایت دارن حال میدن به مردمشون، نخست وزیری هست، وزیر امور خارجه میره حق و حقوق ملتشو داره دفاع میکنه تو خارج، وزیر دفاعی داریم، مجلسی داریم، دلمون خوش اینا نماینده های ما رفتیم بهشون رای دادیم، رفتن مجلس، سنایی داریم، شورای ملی داریم. اگر ما میخوایم همچی چیزی داشته باشیم آقا جون، باید با قوانین دنیا کنار بیایم. راحت بهت بگم اگر ما بخوایم بیایم جلوی اینا بایستیم، تاوانش این میشه که دادیم بدون تعارف. شاهنشاه آریامهر، خدایگان، نه اینکه میخواستن جلوی اروپا یا امریکا یا بایستن، خب علازت میدونم سه اینا وحشی یانکی، اینا به خودشون، به یارو، به جان اف کندی رحم نکردن، به ترام، حالا اونو ولش کن، به ترام رحم نکردن، یارو رو با جک و لگد تهدیدش کردن که نه بیرون با توپ و تفنگ میایم طلاقت میسونی، بیا بیرون، ببین چه بلایی 4 سال سر یارو، یارو 40 سال تو این 4 سال پیروش اصلا به غلط کردن خوش بیچاره یارو پشیمون شد، اصلا اومده شد رئیس جمهور. خب علازت هم میدونستن اینا چه وحشیه، یعنی چندین و چند بار امریکا تشریف فرما شده بودن، کاخ سفید رفته بودن با وزیر امور خارجه اینا، با رؤسای جمهور اینا، با وزیر دفاع، با رهبر نمیدونم رئیس CIA، با اینا گفتگو کرده بودن، میشناخت جامعه امریکا رو، ایشون میشناختن انگلیسا کیان، روسا کیان، آلمانیا کیان، این فرانسوی چه بی پدر و مادره، به قول و قراریه میدونستن علازت چشما بیا چیان، منتهای مراتب ما باید از یک جای شروع میکردیم، یعنی یکی باید قربانی میشد، رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ قربانی ملت ایران شد، قربانی نفهمی ما شدن، و اونا میدونستن هر دو پادشاه، چه رضا شاه بزرگ چه خدایگان آریامهر بزرگ میدونستن، خب ما که در برابر غرب نمیتونیم مقاومت کنیم، ما چه مقاومت میتونیم بکنیم، چند نظر نظامی ضعیف بودیم، چند نظر اقتصادی ضعیف بودیم، از نظر ساختارهای اجتماعی ضعیف بودیم، اما ضعیف بودیم، ما چی میتونیم در مورد انگلیس، در مورد آلمان، فرانسه، امریکا قد علم بکنیم؟ منتهای مراتب علازر
چون میدونستن در نهایت بازنده این بازی خواهم بود و فرمودن، خودشون فرمودن در سال 1341 در اون دوران، یعنی اون فتنه اول خمینی، فرمودن که من به من خیلی گفتن آقا درگیر نشو با این شرکت های نفتی، بعد تابانه میدی ها، میزنن ها، میکشن ها. من میدانستم براتون هم پخش شدیم که الازد من سن جوانی قبل از تاج گذاریشون، قبل سال 46 که پشت ایشون هم یه نقشه بزرگ ایران تو دفتر کارشون، فرمودن خب من میدونستم تاوانشو میدم. خب شوخی نیست در برابر مافیای نفت ایستادن، شوخی نیست تو بیای بگی من دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهم کرد، من دیگر تو دهنه ای میزنم، تو دهنه ای میزنم، آقا من حقمونو میخوای. خب من میدونستم چه تاوانی باید میدم، ولی یکی باید میومد در برابر این جریان میایستاد که آقا ما هم یه حق و حقوقی داریم. طبیعتا علازات هم مثل هر انسانی، خب ایشون هم یه محدوده فکری دارن دیگه مافوق بشر که نیستن، که سیاست مدار بیشتر از جامعه متوجه میشه، درک و شعورش بالاتره، فهم و شعورش بالاتره، دید وسیع تری داره، نگاهش به زندگی، نگاهش به جهان، نگاهش به اصلا فلسفه وجودیش فرق میکنه با من آدم عادی. من میشتم تو قهوه خونه یه روز آبگوش میزنم میگم که مرگ بر آمریکا، بعد میام چلو جوابی مثلا چلو جواب میزنم خیلی چرمه میگم مرگ بر روسیه. من معده ای حرف میزنم، ولی رهبری مملکت معده ای که حرف نمیزنه، که تکلیف یه ملت و یه سرنوشت یه کشور و یه ملت و تاریخ یه سرزمین زیر دستشه. ولی در نهایت اونا هم انسانن و انسان اشتباه میکنه. حالا تو اسمت میخواد شاهنشاه باشه، اسمت میخواد مثلا پرزیدنت نیکسون باشه، اسمت میخواد برژنف باشه، اسمت میخواد نمیدونم چنگ چین چونگ باشه، فرقی نمیکنه، تو هم آدمی، اشتباه میکنی. منتها درصد اشتباه ما آدمای معمولی در سال ماهی 10 دفعه اشتباه میکنیم، یه سیاستمدار در سال 2 دفعه اشتباه میکنه، ولی اشتباهاتش بسیار ضرر داره، بسیار ضربه میخوره. من اشتباه میکنم میخوام ضربه بزنم دیگه، به جامعه که ضربه نمیزنم که، من برمی که بگم بکشم، بعد بگم اشتباه کردم، خب این اشتباه نبوده، تو طرف قتل عمد دیگه. بنابراین اعلیحضرت به صرف این که ملتش فهمید، آقا خیلی حرفه، یه ملتی که تو فقر و فلاکت و بدبختی و بیچارگی و تو اون مصیبت زندگی کرده، خب تو این ملت رو بیاری بذاری تو هواپیما 747؟ آقا رضا شاه برای ملت ایران از آلمان اتوبوس شهری، اتوبوس شرکت واحد، این مثلا 200 دستگاه اتوبوس وارد کرد برای تهران و تبریز و یه شهرهای بزرگ، فعلا گفت این مردم شهرهای مثلا اهواز، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینا فعلا ببینن اتوبوس چیه، جواب داد، ما اینا رو یواش یواش پخش کنیم تو ایران. بچه‌ها پولی نبوده، فعلا بزنین شهرهای بزرگ که خب جمعیتش زیاده، جمعیتش مثلا روز 300 هزار 400 هزار تاست، ما اونجا شروع کنیم. آقا ملت ما در تهران، تازه تو پایتخت چند سال هم هست رضا شاه، حالا اومده یه سری بازسازی‌ها شده، یارو میخواد بیاد بشینه، یعنی پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما میخوان برن تو اتوبوس شرکت واحد یک قرونی که بچه‌ها دو ریال که بعد آتیشش زدن دانشجوها، دستمال ابریشم از تو جیبش ور میداره میندازه روی تشک صندلی اتوبوس، بعد میشینه روش، بهش میگن حاجی چرا این کارو میکنی؟ میگه این صندلی در بلات کفر ساخته شده، دست نجس خورده بهش، من اینه میندازم که بشینم روش. چی اینو یادش میده؟ آخوم. خب ما یک چنین ملتی بودیم، تعارف نداریم که. رضا شاه حمام که درست میکنه با دوش، آخوند میره بالا منبر میگه هر کس بره زیر این دوش آب بخوره رو سرش، چون این غسل نکردی، کلت ای نکردی، تو اون خزینه، تو اون کثافت نیوردی بالا، شیش دفعه ای نگفتی اللهم صل علی محمد راهزن رب میشه ننت، اگه هفت هشت دفعه ای نری اون تو نیای و اون آب فقط از بالا بخوره سرت، حرومی، اصلا تو لقمه ببری تو خونه حرومه، زنت بهت حرومه، همه چی درومه. آقا زدن همون کارگری که آجر گذاشت رو هم هموم ساخت، تو سرچشمه تهران زدن همومو خراب کردن. گزارشش رسید به رضا شاه، گفت ما دیگه با این پدر سوختاش کار کنم دیگه، ما یارو خودش نمیخواد بهداشت داشته باشه. به هر حال خب ما یه چنین ملتی بودیم و ملتم اینه میدونست، یعنی پدر من دیده بود که پدر بزرگش
و پدرش که میشه پدر بزرگ من در چه کثافت و فلاکتی زندگی کرده. پدر پدر من، پدر مادر من، برای خود من از دوران اوایل رضا شاه، پدر پدر من قجر رو دیده بوده، پولشون رو خرج کرده بوده، پول مزخرف الدین و ناصر الدین و ممدلی و احمد ولگرد و هم رضا شاه بزرگ رو دیده بودن، آریامه رو بزرگ دم دیگه هم برو تو سن وقتی خمینی هم میدیدی. خب پدر پدر من برای خود من تعریف میکرد که در تهران تمام شهر تهران رو اومدن آمریکایی‌ها ددته زدن. تو کرمانشاه من به چشمم دیدم با پدرم که ماموریت میرفت، خیلی بچه بودم، بعد به زورم میخوندم، مثلا بودن ددت نمیتونستم، بعد به پدرم میگفتم، پدرم توضیح میداد. تو بعضی از کوچه های کرمانشاه هنوز آثارش بود، به شرفم دروغ نمیگم، من به چشمام دیدم تو بعضی از روستاهای کردستان به چشمم دیدم نوشته بود اینجا ددته زده شده. بعد من به پدرم گفتم دیگه رنگاشونا رفته بود، بعد پدرم توضیح داد که این جریان ددته چیه. خب ما یه همچین ملتی بودیم، خب بعد پدر من دیده بوده، مادر من دیده بوده مادرشو پدرشو، خب چطور بعد اون نسل، حالا نه پدر مادر من بدبخت، ولی چطور اون نسل میاد تو خیابون به این مرد میگه ما تو رو نمیخوایم، تویی که برای ما امنیت، آسایش، رفاه، زندگی، ارزش، انسانیت، شرافت، اخلاق، مهر و محبت، اصلا تو تازه ما رو تو قشنگ ما رو با دین و ایمون کردی. اگه مسلمونی اونی که شاه به من نشون داد، من جد و آبادم هم مسلمونه، تو به من نشون دادی اگه قرار مسلمون باشی میتونی تمیز باشی ولی آدمم باشی، استخر تو بری کنار دریا تو بری مشروبت هم بنوشی اما مسلمونم باش، به الله اکبر و خدا و پیغمبرم احترام بذار، که ما میذاشتیم این اراذل و اوباش عرب برای ما قابل احترام بوده، ما چه میدونستیم اینا چه بی پدر و مادره. الان دستور داد آقا حالا دیگه نمیخواد شما بری اون پرونده رو بگیشیم، بیا یارو علی چقدر ایرانی کش، حسین چقدر ایرانی کش، ولش کن، مثلا ما مملکت بسازیم، دو نسل دیگه خودش آگاه میشه، میگه با گور پدرتون با این دین ایمونتون در این طویله هم تعطیل میشه و کسی هم دیگه دنبال غم زنی و زنجیر زنی نمیره. هر سالم تاسوعا و عاشورا هی دو شل و شلتر میشد. من یادمه 1350 تلویزیون 4-5 روز تعطیل بود، واقعا نفسمون میگرفت. سالهای 54-55 یه تاسوعا بود یا عاشورا، یه دو شب اونم شبا یه تعطیلی میشد، ولی با بزم عاشقان و علی گویم و هایده و گلپا میومدن، یعنی هنوم خواننده ها رو میدیدی دا شل میشد. خب علازت نمیدونست که این ملت، خب بابا دیگه خدا، اصلا خدا دیگه، این خدا دیگه نمیتون مغز و روح و جسم ما که نبود که ما چقدر بیشعوریم، میبخشید به بیشعور تو این کردم که اون نسل پدر و مادر دیدی بعد بیای تو خیابون بگی ما تو رو نمیخوایم، ما حمام نمیخوایم، بهداشت نمیخوایم، دانشگاه مجانی نمیخوایم، اتوبوس 2000 نمیخوایم، چلو کباب 15000 نمیخوایم، کت شلوار جامکن نمیخوایم، شلوار پیرن لی نمیخوایم، خانوما میگن ما مینوجوب دیگه نمیخوایم، لاک نمیخوایم، ما دیگه نمیخوایم این حالو، حالمون به هم خورد، نگاه حال کردی، ما میخوایم بزنیم تو سر کله خودمون دوباره تبه، من حسین تشنلو خودمه به گل به قلتونم، من میخوام برم دوباره تو گل و گل بمالم به سرم و برم حلوا پخش بکنم و شل زرد بدم و آی بدبخ شدم و آی یا حسین روزه غم دلم تنگ شده برای خانومم فاطمه، برم یه سری بزنم به خانومم معصومه. ما اینا رو میخوان، من نمیخوام دلم تنگ بشه برای رامش برم با کار رامشو ببینم، من نمیخوام دلم دیگه تنگ بشه برای چهچه اکبر و گلپا، من میخوام این کسافت بی ناموس محمد شمدوز رو ببینم، بیاد اونجا بشینه بگه الا 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 داره روزه میخونه، روزه رو آهنگینش کرده. من نمیخوام خلعت بدی بشه وزیر امور خارجه، من میخوام این بی‌ناموس بشه وزیر امور خارجه، دریای مازندران رو شوهر بده، خلیج فارس رو شوهر بده، تنگه هرمز رو شوهر بده، همه مملکت رو شوهر بدن بره. خب اینا گفتیم دیگه، معناش این بود، درسته؟ پس ما اگر بخوایم توی این جهان باشیم باید با این جهان کنار بیاییم، اگر کنار نیاییم به دلیل اینکه نمیفهمیم باید تاوان بدیم، و این اون نقطه اشتباهی بود که در دوران خدایگان شد. اعلی حضرت و خانواده محترم پهلوی چوب نفهمی ما ملت رو خوردن، ما ملت نه تنها این خانواده با شرف و آوار دنیاشون کردیم، اون مرد با شرف رو به کشتن دادیم، دختر و پسرش رو به کشتن دادیم، خواهرش رو به کشتن دادیم، این خانواده رو و
پخش و پلاش میکردیم تو دنیا، هرچی سرمایه‌دار انسان‌های شریفی که کارخونه زده بودن 4-5 هزار تا کارگر اونجا نون میخوردن، زدیم اونا رو داغون کردیم، ارتش رو داغون کردیم، شهربانی رو داغون کردیم، جاندارمری رو داغون کردیم. ما ملت نه تنها کبریت و بنزین رو ریختیم رو ایران، کبریت رو کشیدیم وایسادیم گفتیم به 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 چه آتیشی زدیم به ایران، خودمونم تو این آتیش سوختیم. تموم فعلا تا اینجا قبل تو اصلا متوجه میشی میخوام منظورم چی؟ بذار اینا بهتون نشون بدم تا بعد دوزاریتون بیفته. آقا مهندس لطف مبارد بفرمید بریم تو شماره یک، دست گلت درد نکنه. میخوان ورزش کنن برن تو اون سوراخی ورزششون رو بکنن، تن و بدنشون رو نشون دیگران ندن. خیلی جامدندیشی هم به خرج دادم، تنبیهات بد و سخت و خشن برای کسی که گوشه ای از بدنش پیدا باشه. حتی شنیدید شاید من دکمه بالای یقه یک خانوم باز میشد، من اون خیاط صدا کردم گفتم بدوز به گردنش این رو، به همینجا بدوز تا این دکمه تصادفاً باز نشه دیگه. چون یکی دو بار بهش گفتم دخترم این دکمه باز میشه، گفت خودش میشه. گفتم حالا کاری میکنم که نشه دیگه. همونجا به تنش لباس رو دوختیم تا نتونه در بیاد. از نظر اخلاقی تجربه عظیمی بود، از نظر اینکه هر لحظه میشه اون فساد رو تبدیل به طهارت کرد. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. خب من شرافتا نمیدونم این جناب بیناموس بیشرف کیه، نمیخوام بدونم، نه یام برام بنویسین، نمیخوام بدونم، اصلا نه برام جالبه نه مهم. این یک بیمار روانی سادیسمیه. تعریف این بیناموس آشغال همینه، این هیچ حکمی ندارد جز یک حکم، جلو جوخه اعدام. چون هیچ جوری تو نمیتونی اینو سالمش بکنی. آخه اینها رو آلمان میگن اینها رو باید ببرید بگذارید باهاشون گفتگو کن، ما هنوز به اون مرحله گفتگو نرسیدیم. اینا یه مش بیمار روانی هم تو ایران، به هیچ طریقی هم اینا درمان نمیشن، اینا رو باید نسلشون از بین برداشت، زب کنید برید دوباره بذارید جلوی پادشاه مملکت. خب من حرفم رو حرف دلمو میزنم، حالا قانون اعدام لغو شد، اینا رو باید برید ولشون کنید توی بیا توی وسط کویر، یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب رو تشخیص نده، بجر برای خودش مارمولک پیدا کنه بخوره. این نمیتونه انسان باشه. آیا ملت ایران این انسان از نظر شما؟ اگر انسان خیلی خوب، بریم براش زندان درست کنید، هفته یه بار دکتر روانپزشک بره پیشش، باش گفتگو بکنه، پول غذاشو بدین، پول حمومشو بدین، این لباس میخواد، حموم میخواد، این آب میخواد، برق میخواد، این داره به دولت ضرر میزنه تو زندان. میخوای ملت ما ملت متمدنی هستیم این کار بکن بریم بکن. من اگر تو اون مملکت کاری باشم اینا رو جمع میکنم تو یه قفس میبرم میذارم وسط کبیر، دنیا شکایت میکنه میگم هیچ اشکال نداره، این پولش، اینم بلیط هواپیماش، اینم پاسپورتش، ببرید اونجا مالجش کنید، مالجش خوب شد بدینش به من، من وقتشو ندارم، من مملکتم داغون شده، من باید به کشورم برسم. حالا کار نداریم، ما نم کاری مملکتیم نه منتظر مرگ و چیز کسی هستیم، ولی حقیقتا بهت بگم این جانور حکمش اینه. ما کشور رو از پهلوی گرفتیم دادیم به این. خب هممونم میدونیم، من خودتون میدونید، اهل این بازی ها نیستم و بیام بگم که کشور ما داغان شده است، ببینید کیا به ما حکومت میکنن، این حرف مزخرفه. شما که تو ایرانی میدونید رفسنجانی که فکر معاملی که علی شیرهی که اون طبیله جماران چیه، طبیله رهبری چیه، طبیله صدا و سیما چیه، طبیله مجلس چیه، شما بهتر از من میدونید. من بیام چیزایی که تو مملکت شما دارید زج میکشی من نشون بدم، بعد میبینید که در طبیله اسلامی چه چرت و پرته. من بعضی چیزایی که نشون میدم دلیل داره. اینو دیدی؟ حالا مهمه. آقا مهندس لطف و محبت بفرمایید دو و سه رو پخش کن، دو و سه رو با هم، دست گلتون درد نکن. اومدی لمیز چی کار کنی؟ لمیز رو خوشگل کنم با زیباییم. دنبال تو میگشتم. شد یه افطاری بکنیم، یه چیزکیکی بزنیم، دو تا شماره‌ای بگیریم. همین؟ هستیم دیگه اینجا، کاری نداریم، بیکاریم. اومدیم قهوه بخوریم. قهوت کو؟ دوست داری ببینیش؟ آره؟ میتونیم بریم بخوریم. مادم دنبال قطعا خیلی دنبالشن دیگه. چی؟ چیز دنبالشم دیگه.
سپاس از شما جناب مهندس آشیگرام. خب این یه فروشگاهی تو تهران، اون موقعی که من تو اون مملکت بودم یه خیابونی تو تهران بود، حتما منوزم هست، به نام خیابان فرشته. یکی دو تا مناطق تو تهران بودم مثل همون فرشته، مثل خدمت درز کنم بله همون پهلویری که میرفتیم بالا، بازار صفویه هنوز اون حالتهای خودشو داشت، مثلا طرف همون پارک شاهنشاهی دیگه خراب شده بود، ولی به هر حال، ولی فرشته و اون میدون آرژانتین اینا اومده بودن گوی سبقت رو از این ور خیابون پهلوی و اون بازار صفوی اینا گرفته بودن. خب بود، تک بوتیک بود و گرون بود و پلا اینا، ما هم میرفتیم، پول که مال خودمون نبود، پدر پول میداد و ما هم مثلا میرفت اونجا، یه دونه چیزی هم که میخریدی تک بود، مثلا یه دونه تیشرت اونجا میخریدی دیگه جایی نبود این تیشرته، قاچاق وارد میکردن دیگه، من میکردم جنگ بود، حالا یه نفر آشنا بود چی بود تو این خلبان ها، نه هرچی، مثلا یه ده تا تیشرت میابرد، این دوتاشو این مغازه دار میخرید، دوتاشو گرون هم بود، واقعا خیلی گرون بود، مثلا کفشاش اون موقع دیگه صحبت ها رفته بود روی زمان من ها، الان که من به شما هم یه آدم سمت دونی باش بخرید، مثلا یه جفت کفش اونجا بود 1500 تومن، 1800 تومن، 1800 تومن ها، همطوری که میگم نه دیگه، مثلا 1,000,000 و فلان، خیلی پول بود، چون کفش همش صحبت 100-150 تومن بود، کفش های خیلی خوب، چون اصلا کفش های تاپ میخرید، حالا مقصود مثلا اونجا کراوات بود، کراوات اونجا میتونستی بخرید، هیچ جا دیگه نبود، اونها حالت قاچاق، بعد میشناخته صاحب مغازه و ما میشناخت میرفتیم، مثلا میگفت مثلا چند تا نمونه میورد بود کراوات جدید، اونها سری نگاه کن و فلان اینا، مثلا دونه 400 تومن، خیلی پول بود، مثلا جوراب خیلی دیگه، جورابای تاپ می آورد 450-350 تومن، واقعا گرون بودا، یه چیزی من به شما میگم، یعنی به کسی میگم من 400 تومن جوراب دارم، اون دیوونه است، یه میلیاردره، ولی شیک ما میرفتیم، شیک می اومدیم، یعنی هنوز جاپای آریا مهر بود تو تهران، تو ایران، ما هم جوون بودیم، ما هم یه لباسای بود، مد بود، فلان بود، اما میخوام نسل رو بهتون بگم، اما ما با همه این شرایط وقتی میرفتیم این کمیته یا تو این پاترولا، مخصوصا توی خیابون فرشته خیلی رفت و آمد میکردن، گیر میدادن، مدام میگرفتن، ما با تنفر به اینا نگاه میکردیم، یعنی همون موقع اصلی اگه دستمون بود، با اینکه مثلا به قولی ما بچه سوسول بودیم اونجا، اگه اونجا رفت آنی که بودن بچه سوسول، همون موقع مثلا یه یوزی دستمون بود اینا رو به رگبار می‌بستیم، یعنی اون تربیت شاهنشاهی و اون حس میهن پرستی توی ما بود، فوشه رو میدادیم، فوش خارمادر رو بهشون میدادیم، حالا بلند ولی قرقرمونه میکردیم، زورمون اگه میرسید چپشون میکردیم، از این ادا اصولا در نمیآوردیم. خب مرد شور قیافه تک به تکتون رو ببرن، خدا لعنت بکنه کسانی که این ماهواره و این تشکیلات رو واسه شماها درست کردن، از اروپا و امریکا همین چیزش رو یاد گرفتین که بشینی پای ماهواره، شما یه مش کسایی که پدر مادراتون دزدن، من تو دوربین دارم میگم، خدا کنه یک رأس از شما آشغالایی که میرین تو اینجا، همین شما آشغالا، یک رأستون اینو بشنوید، ضبط کنید، برید به بقیه اون رأسا نشون بدید، بگین یه یاروی، چون با یه ادبیات حرف میزنی، یه یاروی نشسته تو آمریکا، تو آلمان و این ور اون ور داره به ما توهین میکنه، ولشون کن بابا، اینا که همشون علافن، این ادبیاتتونه، من میدونم دیگه، ولی بشنوید این حرف دل بچه‌هایی که تو زندانن، این حرف دل بچه‌هایی که دارن تو سطل آشغال غذا میخورن، من زبون ملت پا برهنه ایرانم، من با بچه‌های تو خیابون کار دارم، من دیدید با دانشجوهای طویله های اسلامی هم کار ندارم، من با نسلی کار دارم، با کسایی کار دارم که اینا ایرانه می سازن، من با بچه های تو خیابون کار دارم، من با اون بچه هایی که امجدی و آریا مهر میره، من با اونا کار دارم، من حرفم با اوناست، من رو اونا دارم کار میکنم، نه شما تنلش، شما دیگه تموم شد کارتون، انسان از سن 10-12 سالگی تا 17-18 سالگی شکل میگیره، تو شکل گرفتی، تو شدی تنلش، تموم شد، تو رو دیگه خودم نمیتونه عوضت کنه، کسی که اینجوری حرف زد و اینطوری برخورد کرد که خاک بر اون سر اون پدر و مادراتون که مشخص است ننه بابای شما، شما تو چه طویلهی بزرگ کرده، خب تو کانالم بیاین هر چی میخواییم بیاین بنویسین تو کانال،
دوشنبه میام بدتر بهتون میگم. چرا؟ چون کشوری که یارو بیاد بگه دکمه رو بدوز روی سینه زن، توی دختری که 10 سال دیگه باید بشه آرتمیس ایران، تو نباید اونجا وایسی با اون تن لش این گفتگو رو داشته باشی. الان وقت این گفتگوانی زمان شانش آریامهر بود. این نوع حرف زدن، این فرهنگ کثیفی که امپریالیسم ول داده تو دست و پال نسل جوان، که من حالم به هم میخوره، شما نسل این نسل رو میبینم حالم به هم میخوره، راحت بهتون بگم. خدا رو شکر من بچه ندارم، اگر داشتم میدونستم چجوری تربیتش کنم. درست تربیتش میکن، ازش بابک میساختم، ازش آرتیمیس میساختم، بهش هم میگفتم سکسی هم بپوش برو بیرون، تیپ هم بزن برو بیرون. اما دمپر خالکوبی و سیگار و شلشل حرف زدن بزنی چنان میزنمت که صدای سگ بکنی. خاک بر اون سر پدر و مادرتون، خاک بر اون سرتون که فقط میشینید تو ماهواره این چرت و پرتا رو یاد میگیرید، که الگوتون بشه جوون تن لش ترکیه که از 100 تا جوون ترکی 90 تاش از صبح سیگاری هشیش میزنه تا شب، که خود ترکای آلمان نمیرن دیگه ترکیه، که شما الگوتون بشه این آشغالای اروپایی که سگ بگیرین تو بغلتون و شلشل حرف بزنید و این اداها رو از خودتون در بیارید. و دقیقاً رژیم همینه میخواد، برای همونه اون پاساژو داد به فاحشه رفسنجانی برای شما آزاد و چند تا سینمای دیگه. برای همینه که میفتین دنبال این بیناموس اسم این بی پدر و مادر چیه مومن؟ پارسا پیروزفر به اصطلاح هنرمند جمهوری کسافت اسلامی تو سینما و تئاتر. خاک بر اون سرتون که برای این جیغ و داد میزنید، که 10 دفعه دستش کشید جلو دماغش، جای کوک نمونده دو دماغش، حشیش نمونده، تریاک لبش درسته، با این قیافه. این یعنی فردین شماست. ناصر ملک خدا ما رو ببخشه، این رضا بکمالوردی و بوتیمار و ناصر ملک موتی و منوچهر بوسوق و ایرج قادری و بهروز بوسوقی و این شماست. آره دیگه، وقتی که فروزانتون دور از حضورش روان شد میشه مهناز افشار، وقتی خوانندت میشه همایون شجریان و محمد شمدوز، وقتی شومنت میشه اون یارو مهران مدیری، وقتی یارو پرستویی میشه هنرپیشتون، وقتی بوتتون میشه اون فوتبالیستا، وقتی مربی تیم ملیتون میشه امیر کثافت شهر نوعی، وقتی مملکت میفته دست اینا، خب معلومه جوانش هم این میشه. در زمان من حسن حبیبی، عالی جناب حسن حبیبی سرمربی بود، اصغر آقا شرفی سرمربی بود، استاد حسین صدقیانی سرپرست تیم ملی بود. ما این بزرگان رو دیدیم، از اون به خاطر همینه که هنوز سنگین سر جامون نشستیم و مامورین اطلاعاتی پخش شدن و میخوان از ما آدمای با شخصیت، آدمای بی شخصیت و کاذب بسازن. مثلا تنلش از تو لندن 2 سال اومده میگه من هر شب با شاهزاده در ارتباطم، فیلمای رضا احمدی رو میدم به شاهزاده، بعد شاهزاده میگه اینا از ما نیست، اینا اخن، تو خوبی، تو بمیری جون ننت. این همین نسله. خمینی شماها رو اینجوری تربیت کرد، خاک عالم تو اون سرتون. حیف اون جوانایی که مردن که تو تنلش آشغال امروز اجازه داشته باشی این زیر شلواری رو به اسم شلوار بپوشی بیای تو خیابون، مردش رو قیافه تک به تکتون ببرن، که من لباسای همه شما، کت و پیژامه هم نه، دستمال مسترد تو خونه دارم، من کت و پیژامه هم با ارزشه، کت و پیژامه منو وزیر امور خارجه تو نداره. آقا مهندس، حالا دلیل داره اینا رو بهتون میگم. آقا مهندس دستت درد نکنه، بریم تو شماره 4. خاک بر اون سر اون پدر و مادرتون. اما در هفته های اخیر تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل بالا گرفته است. حتی بسیاری از کارشناسان خطر در گرفتن یک جنگ جدید را дали территорию. Большая часть азербайджанцев проживает в Иране. Если у нас 8 миллионов здесь живет, в Баку, то там живет больше 20. Их около 30 миллионов. Но в принципе это персидское племя. Но турки шли из Средней Азии на Византию и отуречили их. Заставили принять их язык турецкий. Персы и азербайджанцы один и тот же народ,
Но азербайджанец говорит на турецком. Сегодня это азербайджанец. Yani bakın, haritaya bir bakın, gözünü seveyim, arkaya döndünüz. Ya bu haritaların hepsi elle çizilmiş ya. Ama İran için bunu hiçbir zaman söyleyemezsiniz. Kadim bir devlettir. Bu kadar. Bakın İran'ın dışında her yer elle çizilmiştir. Türkiye'de dahil. Orada birisi oturmuş çizmiş. Ona göre bir plan geliştirmişler. Bakın İran iyi ki var diyeceksiniz. Tam tersi, İran'ın olması Türkiye'nin bekası için çok önemlidir. The one exception is Iran. Iran is not just a fabrication of modern diplomacy. Iran is a genuine nation or country, as we use those terms in the Western world, with a history going back not just hundreds but thousands of years, and with a very strong sense of awareness. In Iran we have not nationalism, as you have in the Arab world, but patriotism, which is a very different thing. And I think that's important to bear in mind in our dealings with Iran. The regime does not possess the support of Iranian patriotism. I think we should take care not to give it to them as a gift. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید به سه زبان براتون پخش کردم. اولی روسی بود، حالا نمیدونم من، ولی حالا هر زبان روسی بود چی بود. دومیم که ترکی بود، سومیم که انگلیسی بود. سومی یکی از بزرگان شرق شناس مرد چند وقت پیشا. دارن راجع به ایران من و تو احمق. ببین چی دارن میگن. بعد برداشتی میکروفون رو گرفتی ای کاش که من اونجا بودم، جماعتتون رو جمع میکردم قشنگ، بودم هیچکی در نرفته، همه سر جاشونه. آره یک کشیده افسری بهتون به اوله میزدم که دماغ یازده همی خون بیاد بیرون. بعد همینه که افغانستان حمله میکنه، چون افغانستان میدونه دیگه ایران با این جوونا هیچ پخی نمیشه. ما از دل شماها جز دزد و چون پدر مادراتون دزدن، پدر مادر دزده، تازه به دوران رسیدید شما از این گداگشنه ها بودی که با زد و بند جمهوری اسلامی آجر فروشی و نفت فروشی و دکل نفت شماها دزدیدن. دیگه پدر مادر ما که ندزدیدن، پدر مادرای شما اگه داشته باشید البته همون اراذل اوباشی که شما اراذل اوباشو بزرگ کردن، با دزدی اون شلوار مثلا کرده تن تو بری اونجا به رفیق چوسیبیه بگی مثلا شلوار من 800 هزار تومنه، اون بگه ای کفش مثلا 500 میلیون تومنه. بعد تو اون شهر 5 متر پایین تر دختر بچه 7 ساله با شیشه ماشین رفیق منو پاک کنه، بعد بگه من پول نمیخوام یه موز به من. ما این کار کفر همه جای مملکت رو گرفته. آقا مهندس بریم تو شماره 5. خیلی کثافتید، خیلی. قبل انقلاب سرباز بودم، سپاه ترویج بودم در زاهدان، زابل، همش به من 1800 تومان پول میدادن. موتور هوندا 1250 تومان بود. الان من استاد تمام پزشکیم، فوق تخصصم، جراح قلبم، با حقوق 3 ماه هم یه دونه موتور هوندا نمیتونم بخرم. به انقلاب سرباز بودم، سپاه ترویج بودم در زاهدان، زابل، همش به من 1800 تومان پول میدادن. موتور هوندا 1250 تومان بود. الان من استاد تمام پزشکیم، فوق تخصصم، جراح قلبم، با حقوق 3 ماه هم یه دونه موتور هوندا نمیتونم بخرم. شنیدی؟ من نمیگم ها، این الدنگی که داره اینه میگه در طویله اسلامی من نمیدم این الدنگیه، ولی هرچیه خدا پدر مادر همین الدنگ رو رحمت کنه. بعده بگیم بد خوب و بگیم خوب، خدا رحمت کنه پدرش و شیر مادرش حلالش، که اقلا این بیشرف اینقدر شرف داشت به دو طویله اسلامی بگه بابا من سرباز بودم، نه افسر، نه درجه دار، سرباز، سرباز دو سال خدمت، سرباز وظیفه.
رفتم منو فرستادن زاهدان زابل، 1000 خورده حقوق میگرفتم میتونم باش موتور بخرم، الان دکترم، عمل قلب میکنم. حالا راست بگه دروغ بگه سواد دارنده من نمیدونم، داره میگه دیگه، با 3 ماه حقوق هم میتونم یه موتور، دکتر جراح قلب با 3 ماه تازه میتونه یه موتور بخره، یعنی چند صد سال باید کار کنه یه ماشین بخره. خب قرار بود اون شاه رو ببرن که نیاد اعاده حیثیت ملی بکنه، که امروز این آقای دکتر شیک، یعنی در شخصیت یه دکتر لباس بپوشه، شیک لباس بپوشه، بیاد شیک گفتگو کنه، بعد استاد دانشگاه باشه، از زیر دست این آقای دکتر جراح 1000 جراح بیاد بیرون. گفتن نه، ما کاری میکنیم که دکتر شما 3 ماه کار بکنه یه موتور گازی نتونه بخره. کی بخوره؟ بچه آخوند از دلش کی بیاد بیرون؟ این تنه لشایی که بهتون نشون داده، این میاد تو خیابون بگه تا مرگ بر خمینی، این میاد تو خیابون بگه رضا پهلوی، این میاد تو خیابون سینه سپر کنه بگه که جاوید شاه، این نسل، این عده، نمیگم همشونا بچهای پاک و میهن پرست و وفادار و مبارزم که دارن با من کار میکنن هستن توش، خودشون به من میگن، میگن نسل شما نسل دهه 40ها و بعد 50ها تقریبا 60ها اصلا نیست دیگه مثل شما، ما خراب شدیم. بچه‌ای که واقعا، آره اگه واقعا بگم، نه نوه من میتونه باشه، نه بچه من، بله نوه من میتونه باشه، من رفیقام الان بچه هاشون ازدواج کردن، بچه‌شون یعنی نواهاشون 8 ساله و 10 ساله و 12 ساله 15 ساله هم دادم حتی من رفیقام که زود ازدواج کرد، بله نوهش 15-16 سالشه. او وقت مملکت طوری بشه که دکتر مملکت، جراح مملکت یه موتور نتونه بخره، بعد تو چون بابا ننه دوز بودن به اونجا وایسی یه کفش پوشی پات 20 میلیون تومن مواتو بری نمیدونم دونه دونه اما دونه دونه قیچی میکنم، گفتم بذار بلند بشه من خودم میام واسه قیچی میکنم، تو بمیری جون مامان جونه دونه های دروغ بگی، ننت هم بند میندازم، بابات هم واسهش بند میندازم، اصلا باباتو باید بند بندازم، بعد سیبیل ننت بتراشم چون برعکس شده. میگن دیگه، میگن خانم‌ها دست آقایون رقص، وقتی که حمید پا انداز میگه خانم‌ها دست آقایون رقص، از تو ماهواره این میاد بیرون، وقتی میرزا قاسمی میشینه بغل دست اون زنه که دهن گشاده تن لش رسما جلو دوربین رین تن تن، از اون ادبیات این میاد بیرون، وقتی به پادشاه مملکت میگن رضا جون، این ازش میاد بیرون، وقتی به شاه مملکت میگن شاهزاده آخرین شاه ایران، این میاد بیرون. ناراحت نشین بعد میخوان برامون سریال درست کنن تو امریکا. وقتی به شهبانوی مملکت میگن فرح دیبا، بانورم دیگه از بین میبرن، این ازش میاد بیرون. من اگر حرمت پدرمو نگه ندارم، رفیق من به پدر من نمیگه آقای احمدی، رفیق من به پدر من میگه رضا خونه است، اینطوری برخورد میکنه. چرا؟ خب بچهش به پدرش داره میگه که آره، پس من باید به پدرم بگم سلام بابا، من باید جلو دوستام دلاشم دست پدرم ببوسم که دلا شدم و بوسیدم تو تهران جلو رفیقام، من باید به اون احترام میذاشتم، چون اون بود که از من اینو ساخت، اون بود که به من یاد داد شرف یعنی چی، مردانگی یعنی چی، اون بود که به من گفت اگه دیدی تو خیابون یکی به زن یه تق زن دیگه، برو تو صورت یارو کارت نباشه، من پشتتم، برو با سند میام میارمت بیرون، اون یادم داد. ولی باباهای شما به شما اینو یاد داده، برای همینه که اون پدری که اینو، این نسل و اون پدرهایی که این نسل رو تربیت کردن، این نسل نشسته با 1001 قصه هایی که داریم، با 1001 مشکلاتی که داریم، هر مشکلی که هر آدمی داره، هنوز نشستیم میگیم اعلی حضرت فرمودن، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، لعنت به روح خمینی. به خاطر همینه که وزارت اطلاعات مأمورینشون رو میفرسته در لندن و هامبورگ و پاریس و اینور اونور، که توسط سایر مأمورینشون که بغل دست شاه مملکت مثل نااعتمادی کنتاک برگزار بشه، برن بشینن توی جلسه پیش شاه مملکت بر علیه میانپرستان فحاشی کنن، و اینقدر بیشعورن که نمیدونن در نهایت همه ما ایرانی ها به ایران باز میگردیم، اونجا دیگه نمیتونی بگی سو میکنم معنیه پیش منو
اونجا مشخص میشه کی کی رو میکند سو. اونجا میدون شهیاد، میدان بهارستان، اونجا من میخوام ببینم شماهایی که الان تو لندن قیمه میدین، چلو کباب میدین، شربت میدین، شیرینی میدین، بستنی میخوایم بدین برای فردا تظاهرات، اونا آیا مردی تو تهران بیای جلو بگی آقا من بودم آقا تو لندن گفتم من بستنی میدم، میخوایم بغلس جمهوری طلبا باشیم تظاهرات را بندازیم اینا گور پدر این خانه مشروطه یا مردی تو تهران بدین و بگین؟ اگه بگین دمتون گرم، جمالتون و گل بانو، تو مردش باش به اینو تو تهران بگو. نامردید. میدونی چرا نامردید؟ چون کسی که خودشو به سفارت بفروشه، کسی که عربا بیان واسش مغازه بزنن، کسی که ناموس خودشو ول کنه بره تو لنگ پاچه زنایی دیگه، این نمیتونه انسان باشه. این از نظر من مرد نیست، این معنای مردانگی نیست. من نمیخوام یه روزی مرد ایرانی بشه مثل مرد اروپایی، چون از نظر من اینا مرد نیستن. من نمیخوام بانوان کشورم بشم مثل این تنه لشای اروپایی که همه جاشو بریزه بیرون، نه من اینو نمیخوام. زن شرق، بانوی ایرانی، اون حجبا حیای خودشو داره. اهل چادرم نیستم، اهل کفنم نیستم، دارم براشم میجنگم که بانوی ایرانی شیک پوش باشه. من خیلی ضد چادر. مادر من وارد آلمان که میشد، به خدا قبل از اینکه بگیرمش تو بغل، اولین کاری که کردم این روسری را از سرش میکشتم پایین، گفت عرق کردم، گفتم ولش کن، نه هیچ نمیشه بیا. اولین کاری که میکردم جلو مادرم به روح خودش قسم آبجو میذاشتم جلوش تو خود فرودگاه، نمیخورد ولی میذاشتم جلوش. من ضد این چیزا نیستم، اما حجب و حیای بانوی ایرانی باید سر جاش بمونه. من بسیار منقلب شدم این شما تنه لشار دیدم، اصلا اساس برنامه از دستم در رفت. از صبح تا حالا فقط مخم داره سوت میکشه که بچه ها گفتم ناراحت نشو، گفتم نه ببینم چی هست. و این دست ایست اینفاق کاتاستروفه، یعنی این یعنی فاجعه است دیگه، این معناش فاجعه است، این معناش مملکت نیست. دختری که میره تو استادیوم فوتبال، من تو زمان شاه استادیوم فوتبال در امجدیه و آریامه و در خیلی از شهرستان‌ها، در اصفهان، در شیراز، در بندر پهلوی، در مشهد، من تو استادیوم فوتبال بازی پرسپولیس دیدم با ابو مسلم، با ملوان، با زباهن، با سپاهان، با برق شیراز رفتم دیدم، بغلستم پر دختر زن بوده، جلوم عقب بوده، پس چشمم عادت داره. بچه امولی هم نیستم، اصلا نیستم، ولی این تیپی که شماها دارید بین تو استودیو به عنوان دختر، بعد میگید اون پرچمو بکن تو ماتته و اسمیاری، فاجعه. این آغاز فاجعه است، این اون چیزیه که انگلیسا میخواستن، فیلمش برام اومده. شرم من مرد بچه پر روی ایرانی که به خودم باج نمیدم، شرم حضور دارم بیارم اینو نشون بدم. دختر ایرانی تو استودیوم آریامه که خودشو 40 ساله داره تیکه پاره میکنه که بره اون تو و ما هم بگیم باریکلا براخره دخترها موفق شدن برن اون تو، من شرم و حضور دارم بیام به شما نشون بدم که تو استودیوم نشستین دارین میگی که اون پرچم سبز و پرچم زرد رو بکن تو فلانت. شایسته. آقای مهندس بریم تو زاهدان. اون وقت بچه های بلوچ من، بچه های سیستان و بلوچستان، نه فقط سیستان و بلوچستان، کردستان من، کرموشای من، گیلان و مازندران من، خوزستان بدبخت من، ایلام من که اصلا فراموش شد، یا سوج، چهارمحال بختیاری، کوکلو، بوی رحمت، همه جای ایران من، یزد من، سمنان من، کرمان من، همدان من، لرستان من، کشور من توسط این اراذل اوباش اشغال بشه، اینطوری ملت ایرانو بزنن، بعد من اینو بگیرم میکروفونو بگیرم تو دستم بگم تمامتون مامورید، شماها همتون بچهای اطلاعاتین، شماها پدر مادرای نداشتتون تمامتون اطلاعاتین، پدراتون آدم لو دادن، آدم کشتن، شلاق زدن، ترور کردن، تیر خلاص زدن، پولشویی کردن که تو راحت اونجا این کارو میکنی. اگر یه آدمی اونجا این کار، اون سپاهی یا اون نیروهای انتظامی با تو کاری ندارن، اونا با مهسا کار دارن، اونا میرن اونو میکشن، چرا تو رو نمیکشن؟ مهسا مگه مثل تو لباس پوشیده بود؟ نه، مگه روسریش گذاشته بود؟ مانتو هم تنش بود، چرا زدن کشتنش؟ چرا ندا رو کشتن؟ چرا تمام این دخترها رو زدن کشتن؟ چون میدونستن اینا خطر دارن. چرا با شما کاری ندارن؟ چون شما کرمای اجتماعی، انگلای اجتماعی، تو خودت اگه خودشونی، اون هنرپیشه کثافتتون
این خود کثافتتون، اونم رهبر کثافتتون. حالا ما باید بیایم ایران از وجود لوس شما کثافت‌ها پاک کنیم. اون فوتبال کثافتتون، اون هنرپیشه‌های کثافتتون، اون هنرمندای کثافتتون، اون مملکتی که مملکتو به کثافت کشیدین شما کثافت‌ها. آقا مهندس بریم تو شماره 6. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدی؟ این زاهدان منه. این مرکز استان سیستان و بلوچستانه. دیدی جلو چشم مادر دارم بچه رو چجوری میزنن؟ اون بچه بلوچ، اون بچه سیستان و بلوچستان، اون حیوونه اونجوری کتک بخوره. کرد من حیوونه که بار بذارین دو دوشش که کمر بچه 24-5 ساله دیگه راست نشه. بچه خراسان منو رسما کلاه جیم الف کشین بزنین رو سرش که ناموس چجوری چشش عراقی‌ها بیان اونجا توی آمستردام، زنان آنکاره در آمستردام که پشت ویترین وای میسن من دیدم خوش و حیاشون بیشتر از اونه که تو مشهد هست، چون فیلم اینا رو هم دیدم. بچه های کرمانشاه که شما اسم کرمانشاه میومد فقط یاد پهلوانا میافتادید. بهترین کشتیگیرای مملکت من از کرمانشاه بود، سقر همشون وزنای بالا بودن. بچه های گیلان وزن پایین همچین تروفرز، بچه های کرموشا همه وزن بالا بودن، همه طلا نقره میگرفتن رگ میزدن تو اردوی تیم ملی. بچه های کردستان من بهترین کشتیگیرا، کرموشا رو به اون روز انداختن، رشت و پهلوی و فومن رو به اون روز انداختن. بچه های مازندران، والیبالیست های مازندران، فوتبالش، والیبالش، کشتیش، وزنبرداریش، خراسان من چه کشتیگیرایی داد بیرون؟ چه روزی انداختید این مملکتو؟ بعد به جایی که بیام دل بسوزم به حال مملکت، بیام یه چیزی بگیرم دست دادم بگم که اینجا اومدیدم ولی چی لاله چیزایی کردیم دیگه، مثلا لاتی هم داری حرف میزنی فلون فلون شده. آره؟ به قول جناب مهندس این یارو تن لشکری که الان نشون دادم گفت من سرباز بودم 1800 تومان میگرفتم میدادم موتور میخریدم. آقای مهندس فرمودن این بیناموس بی پدر مادر، حالا من میگم خدا پدر مادرش بیامرزه، نگی خواهد کنیم این چیزا، این خود حروم لغمش از همین رژیم ها، این خودش از اون بیناموس پزشکی ها ندارم چی اسمی داره بی پدر و مادر تن لشکر، خودش کاندیدای ریاست جمهوری کرده. تا میخوان خودشون رو پیش مردم مظلوم کنن و پیش مردم عزیز کنن اعلیحضرت وام میگیرن. زمان شاه من 5 تومن میبردم بیرون با 6 چقدر حال میکردم، 100 کیلو میوه و اینا میخریدم. خب بی ناموس، تو که لالایی بردی چرا خوابت نمیبره؟ تو که خودت داری میگی من سرباز صفر، من سرباز وظیفه، با یه ماه حقوق رفتم موتور خریدم بی پدر و مادر، حالا میخوای بشی رئیس جمهور کی؟ بی سواد تن لش آشغال. هیچ راهی ملت براتون نمونده جز یک راه، جز یک راه. این چاقوه کی بخوره به اون استخون من نمیدونم. تا چقدر شما طاقت دارین آخوند این چاقوه رو به شما فرو کنه؟ واقعا من موندم، من به رفیقام میگم، میگم چطوری مردم زندگی میکنم؟ به من میگه، میگه رضا به خدا من موندم، خدا من موندم، ما موندیم خودمون تو مملکت، ما خودمون موندیم، دست هممون هم تو جیب همدیگه است. الان دیگه کسی پول نداره بین دست بکنه تو جیبشو بزنیم، هممون دزدیم، هممون هم فقیریم. من موندم، شما چطوری زندگی میکنی؟ به خدا موندم. بزرگترین معما برای من در زندگی، کسی بگه بزرگترین معمای حل نشده تو چی، میگم یه ملتی در این کشور با دیدن پهلوی، نسلی پهلوی رو ندیده، فیلماشو که دیده، پدر مادرش که گفتن، یه ملتی با دیدن اون دوران، اگه ما از قاجاریه به خمینی رسیده بودیم ای والا من قبول دارم، تو از پهلوی برسی به خمینی 45 سال به تمرگی ای والا نمیدونم بگم، بی غیرت نمیدونم چی بگم، بی ارزه، بی غیرت، بی تفاوت، نمیدونم چی بگم. من تو آلمان نشستم دارم هرس یه ملتی رو میخورم که تو تا خرخره رفته تو لجن. آقا یه چیزی بسه بهتون بگم،
رفیق من 4-5 تا از بچه‌ها اینا، بچه‌های قدیمی، دوستان قدیمی من رفتن رستوران. خوب گوش کنید، توی چلو کبابی معروف تو بازار میبرن به منم نشون میدن، من میشناسم اون چلو کبابی، داستانی داشون. میگه رضا نگاه کن، حالا ما می‌خوایم سفارش بدیم، حالا با دوربین داره نشون میده. پرس آوردن گذاشتن جلوی، مثلا اینا 5 پرس برنج سفارش دادن، یکی ماهی خورده، یکی کباب می‌خواد، یکی فلان اینا. خب سر ماهی رو زدن، میگه رضا این ماهی مثلا 50 سانتی متر بوده، الان مثلا شده 30 سانتی متر. اون کبابه مثلا 40 سانتی متر بوده، الان مثلا شده 25 سانتی متر. کوتاه شده. برنج اینقدر بوده شده اینقدر. بغل این میومدن یه دونه کاسه میذاشته توش ترشی بوده، این یک میذاشته سالاد بوده، اونا رو همه رو حذف کردن. نوشابه مثلا اینقدر بوده، الان شده اینقدر. دیگه نی نمیذارن تو نوشابه، اونم پولی شده. میگه پول بده تا نی هم بذارم توش. بهش میگم خب مسئول اونجا کیه؟ گارسونی که جواب نمیتونه بده بیچاره. یه کسی پای اون دخل نشسته دیگه، میگه آره. میگم خب شما 5 نفر، 5 تا جوونی، 5 تا جوون قول شما، اینا همشون کنفوکارن اینا. چرا نمیره اعتراض کنیم؟ میگه ال کن با بی خیال دیگه، کار از این حرفا گذاشته. رفیق خود من داره اینه به من میگه، هم اون نمیفهمه داره چه پیامی رو به من میرسونه. الان میشوسن دارن نگاه میکنه. رفیق بذار من بهت بگم تو چه پیامی به من میرسونی. تو به من این پیامو میرسونی که عادت کردید بهتون رسما تجاوز بشه و بگی اب نداره با تجاوز کرد دیگه، ولش کن دیگه. درد اومد ولی ولش کن دیگه. بعد من چجوری چجوری قراره از رژیم بره؟ اونم نه رژیم ترکیه، نه ما با اردوغان نمی جنگیم، ما با آخوندی می جنگیم که پشتش روسیه و چین و امریکا و انگلیس و فرانسه و اتحادیه اروپا است. بعد کمپوزیسیونش میشه بشیر بشکه، کمپوزیسیونش میشه اسم مسروقه، کمپوزیسیونش میشه این تنه لشه که از ایران فرستن اسم فرشگر، کمپوزیسیونش میشه این عرازل اوباش. خیلی دممون گرم اگه زیر آب جمهوری اسلامی رو بزنی، خیلی دممون گرم. یعنی شرافتن به شما بگم ما ملت موفق بشیم این رژیم رو تو لجندان تاریخ بندازیم که خواهیم انداخت، در این شکی نکنید، در این شکی نکنید. پادشاه رو ببریم ایران، در تمام تاریخ بشریت ما قهرمانترین، موفقترین، سلحشورترین، ترین ملت‌های جهانی، خدا شاهد و گواهه. از این همه پیچ و خم بگذری، برگردی دقیقا به همون خواسته‌ای که می‌خواستی، یعنی بازگشت پهلوی به ایران. خیلی دممون گرم اگه این کارو بکنی، ولی نه با این، با این تنلشایی که بدونشون دادن، با همون بچه‌ای که ما داریم باهاتون کار می‌کنیم. بچه‌ها تکون بخورید، گور پدر دانشگاه، گور پدر دبیرستان، گور پدر آینده، گور پدر، به هیچی فکر نکنید. نه اون دانشگاه ارزش داره، نه دیپلمتون ارزش داره، نه اون پولی که دارین در میارین. ول کنید همه چی رو، تیم 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 درست کنید. بچهای خوزستان گوش کنید به من، تا یه ذره قوه بنیه تو بدن ما مونده به ما گوش کنید. تیم تیم درست کنید. بچهای یزد، بچهای کرمان، خیلی بی عرضه اید. بچهای هرمزگان، اینقدر با قاچاق زندگی نکنید. بچهای بوشهر، بچهای خوزستان، بچهای ایلام، عشایر غیور ایلام، من خیلی از شماها توقع دارم. بچهای کرمانشاه، بچهای حکمتانه، لورا خوب دارن کار میکنن، الحق آدم بگه واقعا. بچهای آذربایجان، بچهای مازندران و گیلان، بچهای سمنان، خراسان، ایران، به پا خیزید. به خدای ایران قسم، نقشه هایی براتون کشیدن، یک سال دیگه بغل خونه هاتون بشینید شپش تنتون رو بشمارید. برای یه مرد گوش کنید جوونا، مذکرا گوش کنید. برای یه مرد افت داره که جلو چشمش ناموسش رو هپولی کنن. بفهمید بهتون چی، نذارید نون بی غیرتی آخون بهتون بده بخورید. یه مرد ایرونی باید ناموسش رو گردنش بذاره ببره تو خونش، یعنی شارگش بره ناموسش نره. بفهمید بهتون چی میگن. آقا مهندس بریم تو شماره 7، دست درد نکنه. ما غلط میکنه اگه میخوای رأی ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. ما غلط میکنه اگه میخوای رأی ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. یعنی اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل. یعنی اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل.
ما غلط میکنید اگه میخوای رأی ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. ما غلط میکنید اگه میخوای رأی ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. یعنی اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل. یعنی اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل. سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. شنیدی؟ من افتخار کردم به خودم که گفتم چرا اینقدر تو خودتو مورد ظلم قرار دادی، هی میگی من ریاضیم صفرم پایین داره. سردار سلامی، سردار برو آشغالا رو بردار، میگفت مثلث عربستان، امارات، اسرائیل، آمریکا. این مثلث، این مثلث ننت، این به خودم ایمان آوردم گفتم من مثلث، مربع، دایره، مستطیل و بلدم، مثلا میدونم دایره ضلع نداره. خیلی از من بعیده، دمم گرم چهار کلاس اکابر تو بدونی دایره ضلع نداره، مثلا مربع چهار ضلع داره، خیلی دمم گرم خدا وکیلی. اینم پزشک مملکت تو میگه برید لیوان بخرید و فلان اینا. من هر چی فکر کردم گفتم این چی، صد دفعه من اینو برگردوندم عقب، اینم این چی داره میگه. بعد لیوان 10 تا من 10 تا بده، 100 تا بده، بعد 100 تا لیوان بعد من بده. مملکت رو از پهلوی بگیری بری بدی به دست این که ماحاصل 45 سال اقامت اشغالگران اسلامی در ایران این بشه. 45 سال اگر به پهلوی فرصت داده بودن، خدایگان که رفته بود کنار، پسرش اومده بود الان همین با همین سن و سال، حالا میگم هنوزم مثلا بود علی‌حضرت، بله دیگه هنوزم میتونستن با سن 24 5 سالگیشون پادشاه میشدن، هنوزم میتونن پادشاهی خودشون ادامه بدن. شما حسابش بکن 5 سال هم میگفتیم علی‌حضرت مونده، یعنی از 70 و 1957 5 سال هم به زور روش علی‌حضرت مونده، بعد 5 سال مملکت میمونه دست رضا پهلوی ولیعه. 40 سال رضا پهلوی میشده شاهنشاه ایران. بعد از 40 سال آیا ما دکترمون میومد راجب لیوان اینه بگه؟ تلویزیون ایران میافتاد دست اینا؟ فرمانده ارتش میاد بگه مثلث مثلا چین و روسیه و ژاپن و کره؟ میدونی شاه مملکت چه بلایی سر فرمانده ارتش میآورد اینو میگو؟ از خودمون سوال کنیم، آقا ما آدمیم دیگه، خودمون سوال کنیم. این تن لشایی که اومدن و قهوه میخوری و اونا، اینا هیچی، اینا زباله های اجتماعی، اینا لجن های اجتماعی، اینا بذار کنار. از خودمون سوال کنیم آیا سفارتخانه، جاسوسخانه های انگلیس، فرانسه، آلمان، همین سه تا، بیشترم نمیگم، امریکا و اسرائیل هم که اونجا فعلا اصطلاحاً چیز ندارن، سفارت ندارن، ژاپن و چین و روسیه هم بذار که، همین سه تا کشور رو من میگم، آلمان، فرانسه، انگلیس، جاسوسخانه هاشون تو تهران که بهش میگن سفارت. شما خیال میکنید از این چیزایی که من بهتون میگم خبر ندارن، از درون دستگاه حاکمیت خبر ندارن، جاسوس تو طویله رهبری تو اراذل اوباش جمهوری اسلامی ندارن. شما اصلا خیال میکنید لاریجانی جاسوس نیست، احمدی نژاد، محمود مشنگ جاسوس نیست، آیت الله گلپایگانی بغلس علی شیره‌ای جاسوس نیست، علم الاولاغ جاسوس نیست، این که زدن تو هلیکوپتر در به داغونش کرده، اینا هیچ کدوم جاسوس نیستن، هر کدومشون جاسوسی یک کشور میکنن. این دوران قجر، حرفامو گوش کن، این پرانتزو واکنم تا بیام حرفامو تکمیل کنم راجع به سفاره. در دوران قجر وقتی که مثلا وزرای صدر اعظم، نخست وزیر وقت میشستن، اون نخست وزیر میشست، اون شاه میشست، اون بالا وزیرا میشستن این ور اون ور که برن مثلا خدمت مزخرف الدین یا ناصر الدین یا هر کدوم از این تنلشا، تک به تک این وزیرا، یکیشون نوکر انگلیس بود، یکی نوکر روسیه بود، سومی انگلیسی بود، چهارمی روسی بود، پنجمی انگلیسی بود، ششمی روسی بود، هم توی میز دور میزد. بعضیاشون یا اکثرشون پاسپورت انگلیسی و روسی داشتن، تبعه بودن،
ما صدر اعظم داشتیم در دوران قاجار که تبعه روس و انگلیس بوده، روبل یا پوند حقوق میگرفته. شاه مملکت، اون سلطان مملکت، اون احمد بیناموس ولگرد 1800 تا 2000 پوند، یا نه یارو ناصرالدین، ناصرالدین مایه 1800 تا 2000 پوند، پوند انگلیس حقوق میگرفت. ما دقیقا الان برگشتیم به اون دوره. اینا همشون جاسوسن. شما خیال میکنین سفارت روسیه و انگلیس و فرانسه و آلمان اینا رو نمیدونن؟ میدونید وقتی این گزارش ها هفتگی میاد رو میز صدر اعظم آلمان، رو میز رئیس جمهور فرانسه، رو میز طبیله شماره 10 تو لندن، میدونید این گزارش ها وقتی جمع میشه اینا به هم زنگ میزنن چجوری به سلامتی نستراویه پروس نمیدونم چیز میزنن بالا به سلامتی؟ ببین چه کردیم با اون ایرانی که قرار بود خار مادر ما رو سرویس کنه، دیگه نه با آتش بکشه، سرویسمون کنه. اون ایران زمان شما اون روند رو میرفت، ما اینجا باید سوار اولاغ، یه فقره اولاغ سوار، ما باید به ایران میگفتیم هواپیمای ایرفرانس قرش قمصور شده، پیچش میخوایم. گفت کدوم پیچش؟ مال این بالش. آره هفته دیگه پیچش میاد. خیلی آفترات زیاد داریم، سفارش خیلی زیاد داریم. اون کشور با اون رویاها باید برسه به اینجا، این بشه جوونش، این بشه دکترش، اون بشه رئیس جمهورش، اون بشه رهبرش. بعد هنوز من بشینم بگم نمیدونم حالا چیکار کنی؟ هیچ، بشینی. من میخندم دیگه، من عبدالله قصه بخورم. بس کی قصه بخورم؟ برای کی ناراحت دیگه بشم؟ مگه احمقم؟ مگه کورم؟ مگه بیشعورم؟ خود دارم به چشم میبینم که دارم میبینم که چقدر که چیه. یک دونه نادرشام داریم، یه رضاشام داریم، جلوشو گرفتم دورشم مینگذاری کردم. یارو دنه لش زنه که بی سواد، بحران نیدم چسرانه که تو لندن بی سواد دارن براتون علمش میکنن تو لندن. ما با همه میشیم میخواییم همه اتحایی کنم. یا که گفتم تو اصلا کیه؟ تو تا کجا بودی؟ دو سال پیش معلوم بود. اون یارو که میگه من رئیس جلسه بودم، علازتو برداشتم بردن اونجا، آب رو ریزی تو لندن تو اون جلسه که مردشو خوابی نااعتمادی ببرن. تنه نشه آشغال، تو کجا بودی؟ دو سال معلوم نیست. بقیه تو یارو داشته تو لندن قیمه پخش میکرده، پیک موتوری قضا پخش میکرده در مخونه ایرانی ها. الان اومده صاحب مغازه شده. از کجا؟ سفارت جمهوری اسلامی. آخه مگه میشه غیر از این؟ ببین تو چه وضعی ما گیر کردی. برای همین عرضت میگن آقا من کاری با خارج ندارم، روی من به ایرانه. اینم ایران. رضا شاه روحت شاد شد زن زندگی آزادی، شاهنشاه روحت شاد شد دنبلی دنبول. بعد هنرمند مملکت من که معترض بود در زمان شاه بیاد به یه تنلش بگه ستارخان، ستارخان بابا لامصب بیدین، بابا بیمرفت، بیمرفت. اقلا یکی دیگه نمیگفتی، نه ستارخان، میگفتی مثلا شده قوچلی، شده عین الله. بابا عیب نداره، شده کت خدا، شده مشباقر، مشتی ستارخان. بابا سر سگ میزنی خواهن میاد بیرون. آقا مهندس بریم تو مانوک، 8 و 9 رو مانوکو با هم پخش کنید. دست گل سگ آقا سیاوشی آدم رفت و نمیری. ایران شهر عزیز از مونیخ 40 دلار، سپاس از ایران شهر عزیز، همرزم عزیز ما. نرگس عزیز، بانو نرگس نروژ 100 دلار، سپاس از بانو نرگس. فریما هم از نروژ 20 دلار، دست درد نکنه فریما. به یاد استاد رضا فاضلی، روان شاد، روان شاد 100 دلار، سپاس از لطفه. به یاد نوید افکاری و اسقر نحوی پورم 30 دلار، دست و گل شما هم درد نکنه. سرکار بانو ناهید کیومرث، هنرمند عزیز، نقاش عزیز ما هم 110 دلار، دست درد نکنه. بچه ها زنگم بزنید آقا مهندس بریم تو 9 و 10. مانوک عزیز، جون پدر مادرتون گوش کنید. هنری کیسینجر پی در پی میرفت به شام میگفت قیمت نفت رو نبر بالا. انگلیسیام التماس میکردم، من انگلیس بودم همون موقع، همه چیز جیره بندی بود. شما یک بود شیر میتونستید بردارید با یک بولگی، همین. هر چی به شاه گفتم نبر، اون حق داشت، میگفت من از منافع
مردمم دفاع میکنم. طوری شده بود که ما وقتی رفتیم اسپانیا برای بازی تیم ملی با رئال مادرید، من رفتم بانک ریال دادم، دلار گرفتم. ریال یک قدرت جهانی بود، بالا رفتن قیمت نفت همه رو از پا در آورده بود. شاه رفت به آقای فورد گفت من ژاندارم منطقه‌ام، من تصمیم میگیرم در اونجا. وقتی برگشت تهران اونا سناریو سقوط 79 رو دادن، یعنی شکستن کمر اقتصاد ایران و اون ریال. حالا میگید 4 تا 0 کم میکنی ریال رو نرسیده، به شاه حمله میکرد که شما آدم آمریکایی ها هستید، کپیتولاسیون آمریکایی دادید، بنابراین باید بروید. یعنی با موج ضد آمریکایی آمد و نوچه هاش هم مثل بوزینه از دیوار رفتن بالا، سفارت رو اشغال کردن. مگه نکردن؟ چطور ما نمیتونیم موج ضد روسی بسازیم؟ مگر نمیگیم روس و فیل های این رژیم رو نگه میدارن؟ مگر نمیگیم پوتین گادفادر ایناست؟ مگر پوتین جنگنده های به اصطلاح فوق صوتیش رو نفرستاد نوژه؟ پس چرا ما اینقدر ارزه نداریم که یک موج سازی کنیم علیه پوتینی که الان دنیای غرب در مقابلش ایستاده و دارن کاری میکنن که در واقع زیرابشو بزنن؟ پس بنابراین ما خطا کاری، ما در هر کاری آدرس عوضی میدیم. پس بنابراین شما مثل بازیگران مهد کودک سیاسی بازی میکنید. یه مقدار رشد کنید، یک مقدار بازیای جهانی رو ببینید. علی رضای عزیز، شما سرنوشت ایران رو بدون اینکه بازیای جهانی رو بشناسید امکان نداره بتونید حل کنید. امکان نداره. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب استاد مانوک خدابخشیان کی این حرفا رو زده؟ به نظر شما این مال کیه؟ دو سال خوبه دیگه، بیشترم نمیگه. بیشتر حال من میگم دو سال. خب دیدی چی گفت؟ همه هم شنیدین و ضبط کردین و پخش کردین. کو گوش شنوا. بچه ها سیاسی بشید، بفهمید مهره ها رو چجوری دارن میچینن. ما میهن پرستان رو هی دارن تنگ و هی دارن به ما محاصرمون دارن میکنن. آقا در طویله شمس‌الله سیمکش این علی منقلی بیشرف میره اراذل اوباش رو جمع میکنه بیان که رسما به نفع اصلاحات گفتگو کنن، به نفع اسهال طلبا. طویله وا کرده چسبهانی به اسم میهن، بعد میره بشیر بشکه بی سواد، یک رس بی سواد تنلش، با اون یارو مسروق چیه تنلش دریاکی رو میارن اونجا. بعد شروع میکنه بشیر بشکه بابا سرمو به تا کدوم تاق دبیلهی بکنم ببین چقدر ما رو گیج حساب کردن. بعد میاد میگه که مسیح علی نژاد، اون حامده، اون فلان، اینا اخن. بعدم خودم بهتون اومدم اینجا نشون دادم که دست در دست هم ردیف اول با اون زن در به داغون کج گوجش با تمام پرچم تجزیه طلبات داشتن میگفتن نگید جاوید شاه، پرچمم نیارید، این باید به دور از چیز باشه، به دور از چیز میز باشه، ما نباید، همه باید با هم چیز بریم تو هم دیگه، بعد فراجناهی باشه. خب اگه اونا اخ بودن پس چرا با اونا داشتی همکاری میکردی؟ آها چون نی شاهزاده بغل دستشون نشسته بود، به حرمت شاهزاده رفتیم باششان چیز کردیم. خب من چرا به حرمت شاهزاده نرفتم با اونا چیز بکنم؟ آها شما فاناتیکید اخی، ما راه شاهزاده رو میری. لگن فروش دوز این تازگی یاد گرفته، من راهم راه شاهزاده. ایشون گفتن با همه گفتگو کنی، منم دارم با همه میکنم گفتگو. نگاه کن تو چند تارم آوردم، اینا مشروطه خواهن دیگه مگه نیستن؟ اینا رو هم آوردم بهشون میکروفون دادم، اینا بجوری دادم به دستشون میکروفون. اصلا سگ میزنه گربه میرقصه، معلوم نیست دیگه دوست کیه دشمن کیه. بعد بچه پرروها اینقدر پرروها مثلا خانم کنه، مثلا ما مثلا خوشون گیج و گاگولیم. میدونی چرا؟ من بهتون بگم، چون ملت رو گیج و گاگول حساب کردن، نه بی پدر و مادر ها. این ملت گیج و گاگول نیست، این ملت مصیبت زده است، این ملت بدبخت شده است، وگرنه با همه بدبختی و مصیبتاش همین ملت میدونه من چی میگم شما چی میگید. این ملت خادم و خائن رو تشخیص میده.
یه جوونی برای من از تبریز پیام گذاشته بود، برای من نوشته بود آقا چنان موج مشروط خواهی تبریز رو گرفته، من به خاطر شغلی که دارم نصابم و چه و چه و چه خونه خیلی ها میرم، به ویژه الان این فرکانس که اینطوری شده دیگه خیلی سرم شلوغ. البته از یه نقد باهات شوخی گفته بود که من خوشحالم که این تلویزیون اینطوری شده، من زیاد دارم به اصطلاح کار میکنم و پول در میارم. خیلی موج مشروط خواهی زیاد شده، همه عاشق ستارخان و باقرخان شدن، خیلی دیگه بدجوری. نه خدا رو شکر ملت میفهمه، ملت شعور داره. شماها تو خارج از کشور فقط دارید تایم رو میکشید، شما دارید این نبرد رو میکشید به وقت اضافه، بازی رو میخواد بکشید به پنالتی. میدونی چرا تیمی که ضعیفه جلوی تیم قوی بازی میکنه؟ میگه از این ستون به اون ستون فرجه، من بتونم ایران مثلا جلو هلند سال 78 آرژانتین که بازی کرد، ما اگه اون بازی رو 0-0 میکردیم میدونی یعنی چی؟ هر طوری از ما اینو 0-0 کنیم بریم بیرون، خیلی دممون گرد. اگر اون بازی یه جوری بود که به پنالتی میکشید و وقت اضافه میکشید، ما میتونستیم یه جوری این بازی رو بکشیم وقت اضافه و بگیم خدا خدا رو شو 120 دقیقه تموم شد، پنالتی هم خدا بزرگ یه جوری علیکی بردیم، یه توپ اونا دو تا توپ اونها اشتباه بگیره ناصر خان بگیره تمام دیگه، ما 4 تا گل بزنیم بازی رو علکی میبردیم. شما اومدید بازی رو علکی ببرید، علکی علکی دارین بازی رو اصلا ما میکشید بیرون، میخوان بازی رو بکشید به پنالتی. اروای ننتون، من همتون رو لو میدم، ملت همشون خائنن، ملت همشون خائنن، از اون آخوندیه تو سوئد تا این لجن صفایی تا اون درب داغون بشیر بشکه تا این حزب مسروقه، همشون خائنن، تمام فرش کردی ها خائنن، همشون رو عوامل جمهوری اسلامی فرستاده خارج از کشور، به ناموس هم به شرف هم اگر غیر از این شد سر بنده بزنید، زن و مردشون خائنن. خب نگاه کن تو لندن ببین چه طویله بازی رو انداختن واسه خاطر پرچم، ببین چه پدرسوخته بازی رو انداختن. بچه های خانه مشروطه حواستون باشه ها، فردا اونجا تظاهرات داریم، بچهای خانه مشروطه تو هلند، بچه‌ها توی سوئیس، حواستون باشه اینا عوامل خودشونو میفسن، میخوان من خبرشو دارم و میخوان نشست شماها رو گرد همای شما رو خراب کنن ها. به پلیس بگید، به نیروهای انتظامی درست کنید برای خودتون ها. اینا خیلی حرفه‌ایان ها، من دارم بهتون میگم حواستون جمع باشه. آقا جمشید از فیلادلفیا 50 دلار دست گل درد نکنه، بانو جانت 50 دلار سپاس از شما، زیر دریای شانشای دلفین 50 دلار دست گل درد نکنه، همشهری امیرکبیر 20 دلار سپاس از لطف و محبته، فرشید هخامنشی 10 یورو خیلی ازت سپاسگزارم، به یاد نوید افکاری هم گفتم، بسخره نوی پورم 30 دلار سپاس از شما. آقا مهندس بریم تو شماره 10 علازاد خدایگان شاهنشاه، Ritza Pahlavi is not an Arab, he makes a point of calling himself Aryan. And unlike the Arabs, he will sell oil to anyone if the price is right. Along with the Arabs, he is a member of OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries. And he took time out in his Niavaran palace to talk to us. Sheikh Yamani told me a week ago in Riyadh that he was very optimistic. That during February there was going to come the disengagement between Syria and Israel and the oil embargo would be lifted. He was optimistic. That optimism obviously has turned sour. Why? Do you know? Well, there might be many reasons. One is that I don't know why you attach so much importance to this embargo on the United States, really. Why should you care about that? You are not short of oil. Have you seen the lines of cars stretching for blocks, in some cases for miles, waiting to get gas? I have gas, seen the pictures. And you cannot But get... you have imported more oil than any time in the past. Well, not recently we haven't. You have? سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید خدایگان رو زیرنویس فارسی داشت، دیدید چجوری داره حقوق ملت ایران دفاع میکنه خبرنگار، دیدی این بی پدر و مادر فرون فرون شده رو، گفت موفق شدیم چند دقیقه ایشون رو پیدا بکنیم تو کاخ بتونیم باشون صحبت کنیم، وقت نداشت دید بشینی چی به تو بگه. طبق معمولم تا میومد تو کاخ شاه مملکت و نه شاه مملکت منو داره محاکمه میکنه،
آقا آمریکا مردم تو صف وایسادن، ماشینا کیلومتر است. من اصلا نه ماشین تو کالیفرنیا تو آمریکا تو صف وایساده واسه بنزین، به من چه مربوطه؟ من باید نفت مملکت خودم از زیر خاک بکشم بیرون، سرمایه ملتمو بردارم بزنم تو کشتی تو برداری ببری اونجا، این تبدیل بشه به بنزین، یارو بریزی تو کادیلاکش، تو بویوکش، تو شولتش، برین آخر هفته اشغالتون رو بکنین، قمارتون رو بزنین، هالوولتون رو بکنین، بعد ملت ما تو سل اشغال غذا بخوره. بله بله، اون زهر ما. اوه چرا ما وای میسی لشکر سیاهی امشو کجایی؟ بریزین تو خیابون قم، چهلوم قم، سوم اصفهان، هفتم تبریز، ششم تهران. خوردیم نوش جونمون، دندمون. از ساعت 9 صبح 10 صبح از میدون راهن جمعیت میومد به سمت میدون 24 اسفند. وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، توپ و مسلسل نتواند که ننم را فرارم دهد. به چشمتون گوش مجددا عرض میکنم تا دندتون نره. آقا مهندس فرمان اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم برای پرچم که امروز فردا رو روز پرچم مقدس سرنگ شور خورشید نشان ایران اعلیحضرت شاهنشاه چیز کردن، اعلام فرمودن. آقای مهندس دست گل درد نکنه. شاهزاده رضا پهلوی عصر روز آدینه 25 خرداد 2583 همزمان با فرارسیدن زادروز جاویدنام وطن مجید رضا رهنورد در پیامی مهم ضمن تأیید این روز به عنوان روز ملی شیر و خورشید نوشتند: ایران در درازای تاریخ خود همواره بیشه شیران و دلیران بوده است، قهرمانانی که حتی در تاریک ترین روزهای این سرزمین چون خورشید جاودان بر آسمان دل میهن پرستان نور امید تاباندند. بی تردید یکی از این قهرمانان مجید رضا رهنورد است، دلاوری خراسانی که نشان نامیرای شیر و خورشید ایران را چون سند گویای میهن پرستی بر دست خیش حک کرد و نام و تصویر با شکوهش در ذهن و ضمیر ایرانیان جاودانه شد. اوباش رژیم ضد ایرانی و نا ایرانی جمهوری اسلامی هرگز تصور نمی کردند که با شکنجه مجید رضا و پنهانسازی آن نشان محترم بر آن دست قدرتمند پیش از قتل ظالمانش عملاً در حال گره زدن نام او به یک روز ملی هستند. انتخاب 26 خرداد ماه زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد به عنوان روز ملی شیر و خورشید و ثبت آن در تقویم ملی ایران انتخابی هوشمندانه و شایسته برای قدردانی از این فرزند دلیر میهن است. به همه هممیهنان توصیه می کنم که این روز را به بهترین شکل گرامی بدارید، از آن ابزاری قدرتمند برای همبستگی ملی بیافرینید و با حضور در برنامه‌هایی که به این مناسبت در سراسر جهان برگزار می‌شود، پرچم شیر و خورشید را به نام ایران و ملت ایران به اهتزاز درآورید که این پرچم نماد ایستادگی ما در مقابل اشغالگران سرزمین مادری مان است. پاینده ایران رضا پهلوی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم رو شنیدیم و تسلیم شد، تموم شد روز پرچم ملی کشور ما، پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران، که امیدوارم میهن پرستان در سراسر جهان این روز رو با شکوه برگزار کنن. دارم بهتون میگم اگر اعلیحضرت بعد از این برنامه فردا اومدن و استوری کردن یا والحضرت یاسمین پهلوی یا اولیازه شعبانو فرای پهلوی میهن پرستان گوش کنید، دو مرتبه دپرس نشین، دو مرتبه خود چرا کاری نداشته باشید به کار اعلیحضرت.
کارتونو بکنید. اینقدرم هی نرید بگید این چرا اینجوری فوش داد، اون چرا میخواد تظاهرات ما رو به هم بزنه. اینا رو تحویل نگیرید بابا، اینا آدم نیستن. اینا میخوان ما اسمشونو بیاریم گنده بشن، آدم بشن، هیچ پخی نیستن. بابا یه چیزی بذار بهتون بگم، دزد با دزد نمیتونه رفاقت کنه. یه جیبور وقتی بغل دست یه جیبور میشینه، این جیبوره باید مواظب باشه این جیبوره جیب اونو نزنه، چون جفتشو میدونن جیبورن. در نهایت بین این دوتا چاقو و چاقو کشی میشه. این قانونه. اینها جمع ازدادن، نمیتونن با هم باشن. اینا فقط اومدن موی دماغ شما باشن. کارتونو بکنی، کاری نداشته باشه. مگه شما ها منتظرید که علازت بیه شما رو تایید یا تکذیب بکنه؟ مگه شما ها به خودتون شک دارید؟ کارتونو بکنی، چی کار کار علازت دارید؟ ما ایران آریایی چه کار کار علازت داریم؟ ما دارم کارمونو میکنیم. ما منتظریم که علازت بیاد یه دونه بیانیه بدن بیرون، تلویزیون ایران آریایی مثلا آی لاو یو. ما دارم کارمونو میکنیم. پایان این داستان مشخص میشه کی چی گفت، کی چی کار کرد. بابا اینا بکنید تو مغزتون. آقای سیاوش عزیز دست گلت درد نکنه، شماره 12 این بچه های خانه مشروطه هم لطف کنید برای فردا در لندن که همه بچه های میهن‌پرست دارن میرن به سمت سفارت در کنار بچه های میهن‌پرست خانه مشروطه. هم میهنان مبارز و آزادی خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابانهای ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می‌کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته اید راه نیکروزی و بهروزیتان از سرنگونی این رژیم ناایرانی و ضد ایرانی و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می گذرد. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. ما ایران رو پس میگیریم. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. یه سری بچه‌ها برای من نوشتن از چه ساعتیه؟ 12 یک بعد از ظهر روبروی سفارت اشغال شده ایران، روبروی طبیله که اسمش باشن سفارت جمهوری اسلامی در لندن، بچه‌ها اونجا هستن و گرد همایی برای روز پرچم. آقا مهندس بریم تو این عکس‌ها دست درد نکنه، برای روز پرچم برید و حمایت بکن از بچهای میهن‌پرست. حالا میل خودتونه، این بعد می‌خوایم بریم اون بعد می‌خوایم بریم، من وظیفه‌ام گفتن خودتون تکلیف خودتون روشن کنید و عقل و شعور خودتون رجوع کنید. آجا میخوایم برید تو یه سری عکس هم اینا رو نشونتون بدم تا تو این دو هفته من راجع به اینا چیزایی گفتم اسنادشو بهتون نشون بدم. گوش کنید. رابرت وال پول، نخست وزیر انگلیس 1721 تا 1742، ببین دارم راجع به چه تاریخی بهتون میگم. نباید بگذاریم که ایرانی تبارها از فرات تا سند و از سیحون تا قفقاز شمالی متحد شوند و نادرشاه دیگری به وجود آورند. ببین کی گفته؟ 1700، راجب قرن 17 دارم بهتون میگم. آقای مهندس بعدی رو لطف موعد بفرمایید. نخست وزیر انگلیس، ببینید چه زمانیه، دارم راجب زمان صفویه بهتون میگم. برای همینه برامون علم و کتل بلند کردن.
بعد از اون 1952 یعنی 200 سال بعد، دو قرن بعد، رئیس جمهور امریکا جنرال آیزنهاور، ببین چی میگه: گمان نمی کنم منطقه مهمتر از ایران روی نقطه نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد. ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده است. نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود. بروی تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرف من بشوید. فاتح فرمانده جنگ جهانی دوم که بعد شد رئیس جمهور امریکا. یعنی آقای مهندس بریم تو بعدی، دست درد نکنه. حالا برید اونجا میکروفون بگیر. قهوه چی خوردی؟ آکبرون سرتن لشتون. گوش کنید، دکتر مایک ایوانز در کتاب جیمی کارتر حزب چپ لیبرال و هرج و مرج در جهان می نویسد جیمی کارتر برای حساب خمینی در پاریس چک های گوناگون 150 میلیون دلاری می فرستاد که وظیفه‌اش سرنگونی شاه ایران و از بین بردن ملت وی بود. من نمیگم، اینو داره دکتر مایک ایوانز میگه، یعنی از تخم و ترکه های خودشون دارن میگه، من نمیگم. اون وقت آقای مهندس بعدی رو لطفاً باید بفرمایید. بعد یارو میاد بهت میگه لشکر پیاده تاجو از سرش برداشت و شما هنوز میرید میشینید تو کنسرتاشون. وقتی شعور نباشه جان در عذاب دیگه. اونی که با فلشون بالا نشون دادن میدونید اون بی پدر و مادر کیه؟ میدونید اینجا کجاست؟ اینجا سفارت امریکا در تهرانه. اینم گروگان گیرا، اون اراذل اوباشی که جسه و یوزی ارتش مملکت یادن دستشون، اینا اونایی که در دیوار سفارت رفتن بالا. ویلیام سولیوان رفته سیگارم گرفته دستش، کت و شلوار و کراوات بغل دست کسایی که گروگان گیرن رفته واسه عکس میگیره. دیدی نقشه رو؟ دیدی برای این کردنمون تو سطل آشغال؟ چون اون خدا بیامرز، اون روانشاد، اون خدای بی بدیل تاریخ بشریت فرمودن دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهیم کرد. خب اینا رو دیدید آقای مهندس بعدی؟ لطفا مواد بفرمایید. نخست وزیر انگلیس رو دیدید؟ 1700 جنرال آیزنهاور رو دیدید؟ 1900 سولیوان رو دیدید؟ بله. خمینی رو دیدید که کارتل بهش 150 چکای 150 میلیون دلاری میداد؟ بله. خب حالا بعدی رو نگاه کنید. میدونید این دوتا آشغال کیه؟ این بهزاد اشتیاقیه، اونم فرشته مهمان. اینا زن و شوهرن. میدونید اینا کیه؟ شماها نمیشناسید، نسل قدیم، یعنی نسل من اینا رو میشناسه. اینا یه برنامه‌ای داشتن پیش از شروع اخبار سراسری ساعت 8 شب که همه نشستن دارن اخبار نگاه میکنن، 10 دقیقه قبل اخبار. ببین توده‌ای‌ها چجوری برنامه رو تنظیم کرده بودن، ببین چجوری رادیو تلویزیون دست توده‌ای‌ها بود. 10 دقیقه قبل از اخبار سراسری این تنلش آشغال با اون قیافه قزمیتش 10 دقیقه برنامه اجرا میکرد بر علیه شاه و علیه مملکت به نام آقای مربوطه. دام درام دام دام درام دام دام درام دام 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 درام دام دام درام دام 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 دام. اینا موزیکش بود. بعد میومد با اون زنش، هر دو توده‌ای، هر دو تنلش، هر دو بی پدر و مادر. امیدوارم بی‌ناموسا همین الان اینو ببینید، چون به بچه‌ها گفتم همینو زب کنم برای خودشون بفرستن. آقا و عیال مربوطه چندی پیش از سفر دور و دراز خود به اروپا بازگشتن، با پاسپورت شاهنشاهی میرفتن عشق دنیا رو میکردن، بعد میوندن بر علیه شاه حرف میزدن. و در حال حاضر با تلاش فراوان در صدد تهیه برنامه مربوطه هستن و فلان و فلان. اون بغلش نجا روزی ناگهان برای رفع خستگی خود اقدام به مسافرت خارج کردن. گفتن خسته شدیم، زیاد فوش دادیم به اعضای دولت و به مملکت، بریم یه حالی بکنیم پاریس و لندن و خوراکشون پاریس، لندن، روم، مادرید یا رورید. آقا مهندس بریم تو بعدی. اونا رو دیدید؟ نخست وزیر انگلیس رو دیدید؟ آیزنهاور رو دیدید؟ کارتر رو دیدید؟ اینا عوامل اونا بودن که خمینی رو بیارن سر کار به اسم منطقه. کسی جرأت داشت به اینا بگه بالا چش دبروه؟ حالا تنلش بعدی رو نگاه کنید. این مرضیه است. 1977 شاه مملکت داره زحمت میکشه زن ایرانی رو از کفن بیاره بیرون، این بیناموس اینو پوشیده رفته مشهد زیارت. بعد این چیکاره میشه؟ میاد میشه خواننده سازمان تروریستی مجاهدین. بعد تو پاریس بدون لچک میره اونجا برنامه اجرا میکنه، موهاش سفیدش هم میبافه. دیدی توطئه رو؟ این بهش میگن توطئه. اونی که شعور داره میفهمه من دارم چی پخش میکنم. آقای مهندس لطف کنید بعدی رو پخش کنید. اینا منتقدین زمان، اینا کمپوزیسیون زمان شاهنشاه بودن.
اینجا رو نگاه کنید، اینا فرستادگان جمهوری اسلامی به خارج از کشورن، تک به تکشون بغل دست اون محمد گاریچی خاتمی با شماره مشخص کردیم، 5 و 1 و 2 و 3 و فلان. اون بالا که نگاه میکنی، مثلا به طور مثال میگم، شماره مثلا 1 مسیح علی نژاد فعال سیاسی، شماره 2 اون پایین میبینید، ولی اون بالا الان نگاه کنید چی شده، مرجان آل آقا تحلیلگر شبکه اینتر آشخار، شماره 3 زهرا رکویی خبرنگار، این حالی مونده تو ایران تو حیوانات اسلامی، شماره بعدی فرناز قاضیزاده مدیر بخش شبکه چقدر من از این مرده شور بردی کسافت بدن میاد، طویله بی بی سی، رکسانا صابری خبرنگار و همکار شبکه سی ان ان، نفیسه کوهنورد خبرنگار منطقه شبکه بی بی سی، مردشون رو لب لوچت ببرن، سبا آذرپیک ژورنالیست سیاسی خبرنگار داخلی، دو تاشون موندن، بقیه‌شون فرستادن خارج از کشور. دیدی؟ بعد اینا هر کدومشون چند سال شماها رو سر کار گذاشتن. آقا مهندس بریم تو بعدی، دست درد نکنه. هیچ چیزی اتفاقی نیست بالام جان. هیچ چیزی. همه چی با حساب و کتابه. فقط بعد لابلای خطوطو بخونی، باید شعور داشته باشی بفهمی چی به چیه. این اون بی‌ناموسیه که گفتم میارم بهتون نشون میدم. مسلم اسکندر فیلابی. ببینید چی میگه. این فوق سنگین بود، گاف میشزاده، مجاهدین نشان دادن که دوست روسهای سخت هستن، ما با افتخار، یعنی ما تروریستای مجاهد با افتخار از تلویزیون اینتر آشغال اینترنشنال نمیده نمیشه حمایت میکنیم و طرح کثیف بایکوت اینترنشنال که توسط حامیان بچه شاه درست شده را محکوم کرده و آن را برآمده از اتاق فکر وزارت اطلاعات رژیم میدانیم. خود بیناموس شکر فرستادگان جمهوری اشغالگر اسلامی به خارج از کشور، تو آمریکا هم اینقدر لومونده و خورده و کشیده و کوف کرده که دیگه از 500 کیلو الان شده 3000 کیلو. این دیگه الان شده الاغ وزن. از سنگین وزن شده الاغ وزن. آقای مهندس بریم تو بعدی. دست درد نکنه. یک بی پدر و مادر تنلش آشغالیه، بی سواد نفهم. دولتی سر دوران شانشار یهو شد قهرمان المپیک، خونه گرفت شعبانو کمکش کرد، خونه بهش دادن اینا. خب حالا کی داره از این بعد از کی داره از اسکندر مسلم اسکندر فیلابی دفاع میکنه؟ دو ماه پیش بهتون دو هفته پیش بهتون نشون دادم، گفتم سندشو میارم. علیرضا نوریزاده خودش چه کاره بوده؟ 1979 بغل دست یاسر عرفات وایساده. خب منم باشم میام از اسکندر فیلابی دفاع میکنم. علیرضا نوریزاده همونطوری که میری به این یارو زنه که تن لشه وام میدی تو لجن جلسه 18000 دلار، و چرا از این واما به ایران آریایی نمیدی؟ چون ایران آریایی وابسته نیست، اون عامل جمهوری اسلامی در لجن جلسه. آقا مهندس بریم در عکس بعدی. اینا رو من بهتون میارم نشون میدم که عقلتون بیاد سر جاش. نمیدونم حالا عقلی باشه نباشه، نمیدونم. بله. اینجا جلسه ای که برنارد لویی اون سمت راست فرانسویه که میدونید که اون طراح تجزیه کردستان در منطقه خاورمیانه. ببینید وقتی تو اون جلسه ببینید کیا هستن. حسین بور، مخمل باف، مهتدی، شهریار آهی، نوری زاده. دیدی 45 سال خارج از کشوری؟ دم بده جانم. آقای مهندس آخری هم لطف موعد بفرمی. همه اینا رو تماشا کردی؟ همه رو دیدی؟ اینا تماما مجموعا کلکسیون میده برای چی بود براتون نشون دادم؟ سلطنت رو در ایران از بین ببری، جمهوریش کنید. اوکی؟ All right, yes, good morning. میریم تو بعدی. حالا میشه آیم تیبل یو آر چیبر. معاون رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا، اونم قیافه لجنش، من نمیگم اینتر آشغال میگه، اونم سندش، هر کس سلطنت نمیخواهد از کشور بره. دست درد نکنه جناب مهندس. خب پس سلطنت چیز بدی نیست، سلطنت چیز خوبیه، منتها مرگ خوبه برای همسایه. سلطنت چیز خوبیه، اگه چیز بدی بود این یارو که نمی اومد بگه که هر کی سلطنت نمیخواد هری از کشور بزنه بیرون. فقط سلطنت برای ما بده. برای همین عواملشون رو به اسم حزب مسروقه، بشیر بشکه و سایر اراذل اوباش پخش میکنن به اسم دروغین مشروطه خواه در بین بچه‌های میانبرز. سالیان سالم خودشون یه جوری نشون میدن که یعنی ما آره با اعلیحضرت هم همیشه در ارتباط و تلفن و تو ماچ بکن ما ماچ بکن برو بیا. من ندیدی لجن صفای خوش چجوری پرکت تو بقل علا حضرت، یعنی ببین ما چقدر سمی هستیم، ببین چه ماچ بازی میکنی. خب که چی بشه؟
که تماما در یک چیزی مشترک باشن. دوستان خوب جمهوری طلب ما جمهوری خواهان ایران شهری ایران پرست میهن پرست. هیچ جمهوری طلب بی شرفی میهن پرست نیست، زیرا که هیچ میهن پرست با شرفی جمهوری طلب نیست. بعد یه تنلش نشسته تو تگزاس، مرکز نفت قاچاق میفروشه به جمهوری اسلامی، حالا رفته نشسته تو تویله لگن فروش دوست، اومده دکون رو انداخته ایران شهری. ایران شهر، شهریار ایران شهری، تو بمیری رزن شوهردار قرض زده و جرده دکونش. این بهش میگن کمپوزیسیون بیناموس. بعد ما سلطنت طلب، ما میشیم سلطنت طلب چاقوکش اخ بی سواد فناتیک ضد اتحاد. خیلی اینا بدن، ما خوبیم، ما بدجوری خوب هستیم، ما درشتیم، اینا بدن، ما خوبیم. پول از CIA قلمبه قلمبه میاد، حق و حساب وزارت اطلاعات رو میدیم، وزارت اطلاعات هم دم میده. پول که میرسه اونجا برامون کی رو میفرستن؟ عموسی بیلو. کی رو میفرستن؟ کلاغ نجفی. کی رو میفرستن؟ نااعتمادی. کی رو میفرستن؟ معلم روستایی. کی رو میفرستن؟ ایرج صالحی. کی رو میفرستن؟ بچه قاسم آباد. اینا رو میاریم جمع میکنیم، جمع میکنیم، وجوری میکنیم اینا رو جمع هم دیگه. بعد چی میشه؟ هیچی. آبشون میکشن چلو میشه. هرچی ما گنده تر میشیم، ما یه تیل هم که داریم تنگ در میکنیم محاصره برای اعلیحضرت. بعد میریم فیلم های رضا احمدی و بچه های دیگر رو نشون میدیم، میگیم اینا میگن مصدق و بعد از تو خاک بکشیم بیرون، بنزین بریم سرش آتیش بزنیم استخونشو. بعد انقدر بیناموسن کل برنامه رو نشون نمیدن، چون ناموس ندارن، شرف ندارن، چون بی پدر و مادرن، چون همشون تن لشن، همشون مأمورن. شک نکنید یکیش تو هانوفره، مأموره. بچه‌ها رو به اسم طرفدار نظام پادشاهی بخ جمع میکنه اونجا. رفیقای ما میگن، بچه‌ها ما میگن جاوید چه میگه؟ نه 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 نکنید، اتحاد به هم میخوره. یکیشونو فرستادن تو هامبورگ، اونم داره همین کارو میکنه. یکی فرستادن تو برلین، همین کار داره میکنه. تو اشتوتگارت همین کارو میکنه. دوسلدورف و کل همین کارو دارن میکنن. به چه اسمی؟ نگین جاویدشا. نه عکس بیارید، نه جاویدشا بگید، نه پرچم بیارین. حالا دیگه زورشون نمیرسه، پرچما رو دادم، پرچم دیگه نمیتونین بگین. پرچم بیارین، ولی جاویدشا نه. میدونید چرا؟ اتحاد به هم میخوره، بدجوری میخوره به هم اتحاد. ما میخوایم با هم بکنیم بدجوری اتحاد. به خواب شبتون نمیدیدید که یکی بیاد اینجا اینطوری دکونتون رو به هم بریزه. تک به تکشون از تو دنیای مجازی فراری شدن، می اومدن تو کلاب هاوس اتاق میزدن، اینستاگرام سخنرانی. حالا جوجه هاشون، شاگرد پادو هاشون، یکیشون تو آلمانه، تمامشون بسیجی، همشون مأمور، اونا رو فرستادن. اونا دارن به نفع اینا تبلیغ میکنن، بر علیه بچهای میان برات فحاشی میکنن. بچه‌ها کارتون رو بکنید، ما کارمون درسته، اصلا وارد بازی اینا نشید. اینا هم امشب بهتون گفتم که بدونید هر کس با اینا رفاقت بکنه، یعنی آب ریختین توی آسیا به وزارت اطلاعات. میخواییم بکنید، برید بکنید، به من هیچ ربطی نداره. به عقل و شعورتون برید رجوع کنید. تمامشون مأمورن، همشون اطلاعاتی هن. به شرف هم سوگن. امروز من با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم من از تو یه سوالی دارم. گفتم تو بشین خودت دو تا چهار تا کن. چطور امکان داره تو داری در فلان شهر در آلمان زندگی میکنی، اون یارو هم داره در اون شهر زندگی میکنه؟ درسته گاره. گفتم تو بیشتر پول در آوردی یا اون؟ واسه اون کار نکرده، من همش دارم کار میکنم، مالیات میدم، خب حقوق خوبم گرفتم، مهندس کامپیوتر. گفتم خیلی خوب، چرا تو با پولی که داری، ماشین داره، خونه زندگی داره، ولی نه خونه خریده، آپارتمان شیک داره، ماشین شیک داره، وضع خوبی داره. خب گفتم اونی که به قول خود اصلا کار نکرده، چطور اون موفق شده الان یه خونه بخره سه طبقه، اینا رو کرایه بده، بعد به قول خودت میگی بنز فلان هم انداخته زیر پاش؟ گفت نمیدونم. گفتم خب بیشعوری. چرا؟ به دلیل این که اگه شعور داشتی در حضور من این قنده نمیشکستی، این شکره نمیخوردی، به خاطر اینکه احمق. اون در از سفارت پول میگیره. بابا ننش مایه دارن؟ نه. لوتوش برده بلیت بخت آزارش مرده؟ گفت نه. گفتم پس داره پول میگیره از سفارت؟ گفت آره. پس برای همینه که بعض اینجوری ها میگه، اینجوری میگه. گفتم آره. رفیقای ما رو به دکتر خدا، خدایا برسون یه مش رفیق یه ذره عاقل. اسامی رو بگیم از حضورت مرخص بشیم. با یک جهان سپاس از جناب مهندس جان، خواهش میکنم لطف محبت بفرمایید. جان آرامه بزرگ اختشتاران
برداری می شوند و احترامات نظامی به جای آورده می شود. گزارش نظامی جرد می رسد. شاهنشاه آریامهر به اتفاق اولیا حضرت شهبان ایران تکان پنج یک سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. به خدا آدم میبینه من دیدم این صحنه ها رو دیدم تو اونم میگه زندگی کردم خودم میبینم خودم دارم دپرس میشم. مثلا اینجوری بوده تیپ رو دیدید حرکت رو دیدید ارتش رو دیدید نظم و انضباط رو دیدید مردکه اومده ببین سپاه درست کرده شیره‌ای حشیشی مواد فروش دکل میدوزنن یکی دمپایی لانگشتی داره یکی گیوه داره یکی شورت پاش نیست یکی شب هست نویله هست نه کرد به قول آقای سیاوش عزیز میفرمایند که آقا شما به ما میگید ما که مشروط خواهی که تعدادمون زیاده تو ایران که تکلیف روشن همه میگن جاوید شاه و روحت شاه رضا شاه خارج از کشورم که تکلیف روشن پوز همه دونو زدیم هم پرچمی هم جاوید شاهی هم عکس آوردین کاری کردیم همه تو به غلط کردن افتادین بعد شما که تو اقلیتیت به ما میگید که نگین جاوید شاه که اتحاد به هم نخوره احمق تو باید بگی جاوید شاه که اتحاد بشه نه اینکه من نگم جاوید شاه که اتحاد به هم نخوره به ما جمع کنی کاسه گوزتونو آقا یه سیروس میهن پرست 100 دلار سپاس آقا سیروس گل دست گل درد نکنه پاینده ایران و سلسله پهلوی 100 دلار درود به شرف زنده باشه پاینده ایران و سلسله پهلوی عرض کنم خدمت آقا اسد گلم از آلمان 25 دلار دست آقا اسد گلم درد نکنه عاشق ایران و خاندان پهلوی هم 100 دلار درود به شرف هممون عاشق ایران و خاندان پهلوی اسامی بگیم حضورتون مرخص بشیم ایران شهر مونیخ 40 دلار دست گل درد نکنه بانو نرگس نروژ 100 دلار سپاس از نرگس عزیز فریمام از نروژ 20 دلار دست درد نکنه فریمای عزیز به یاد استاد رضا فاضلی روان استاد شاد 100 دلار درود به شرفت به یاد نوید افکاری و اسقر نحوی پور 30 دلار سپاس از لطفت ناهید کیومرث 110 دلار دست ناهید خانوم هم درد نکنه بانوی گرامی جمشید فیلادلفیا 50 دلار سپاس جمشید جان بانو جانت هم 50 دلار سپاس از جانت عزیز زیر دریای شانشه دلفین 50 دلار سپاس از سرباز همیشگی همشهری امیرکبیر 20 دلار لطف و محبت کردی فرشید اخامنشی 10 یورو دست درد نکنه آقا اسد گلم آلمان 25 دلار دست درد نکنه اسد جان عاشق ایران و خاندان پهلوی هم 100 دلار سپاس از لطفت پاینده ایران و سلسله پهلوی هم 100 دلار سپاس از شما و سیروس میهن پرست هم 100 دلار دست گل درد نکنه بچه ها این فرکانسی هم که بهتون گفتم گذاشتم تو کانال اینو برید اگر دیدید تلویزیون همه چی اوکیه نه ایران آریایی ها اون 4 تا 5 تا تلویزیونی که اونجا هست یمن و نمیدونم فلان اینا اگر اوکیه تصویرشو که خبرشو من بدید که بگم با آقای وطن خواه و بگیم هاتبردو که این مشکل ما هم حل بشه زنده و جاوید باد سلسله پهلوی مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تا دوشنبه با یک جهان سپاس جهان سیاش گرامی پاینده باد ایران شاهنشاهی و جاوید شاه پاینده ایران جاوید شاه